خب دوستان عزیز، با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقات بهتری در انتظارتون باشه. امروز دوشنبه 18 ماه جون سال 2018 میلادی و برابر است با 28 خرداد 1379. اول از هر چیز روز پدر رو در آمریکا که دیروز بود بهتون تبریک میگم و اجازه بدید یه عکس خیلی قشنگی و آقای دکتر شهرام ایران بومی گذاشته بودن روی فیسبوک، من این رو به شما هم نشون بدم. شاید بتونم اینجوری بگیرم بیارم بذارمش اینجا. بله، پلیر 4. آره اینجوری خیلی راحته. این یه آپشنی داره میگه drag and drop، یعنی لچش رو بگیر بکش بندازش اینجا بر. بله این عکس هست و نوشته روش جالب هست، میگه که پدر من بهترین هدیه‌ای که کسی میتواند به فرد دیگری دهد را به من داد. او به من باور داشت. راستی چند تا از ماها پدرامون به همون باور داشتن و همیشه نمیگفتن برو 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 تحملی نمیشی. خب اینم از این روز پدر رو تبریک میگم. روز پدر متاسفانه در آمریکا تبدیل شده به یک روزی که مردم رو از چند ماه قبل تشویق میکنن برو اینو بخر برای بابات، اونو بخر برای بابات. بعدم مردم از صبح میرن تو صف وای میسن که برن رستوران یک صبحانه و نهاری با هم بخورن. بعدم اگه هوا خوب باشه، که معمولا هوا خوبه دیگه، گرم مثل دیروز باشه، میرن پارک و استخر و اینها. در هر صورت مهم اینه که خوش باشیم، بهتر از عزاداری و تو سر زدن هست. این آخوندان باید یاد بگیرن هم به مردم بریک بدن هم به خودشون. برید آقا دنبال کارتون، خیلی زحمت نکشید برای خدا، خودتون تنها رو ببرید بهش کافیه. و اما بعد از این اجازه بدید که از دوست همشهریمون تشکر کنم، ولی چون یکی دوبار گذشته ایشون نشون داده که اعتمادش مثل این که به ما کم شده، من بهش نشون بدم که دوست عزیز وقتی شما با پیغام میذارید ما از اینجا اینجوری میبینیم. یه جوکی بود گفت از اینجا اینجوری به نظر میرسه. ببینید unknown caller، شما 2:47 دقیقه یا دیروز یا پریروز، 2 days ago پریروز زنگ زدید. بذارید من کاملا اینو به شما نشون بدم. حالا یا تلفن شما لاک هست یا این به اصطلاح گوگل وایس اینجوری نشون میده. اون چیزی که من میگیرم اینجا و میبینم اینه. حالا من نمیدونم شما تو پیامت مثلا اون دفعه گفت شماره منو که داری، باور کن من الان اسم شمارم یادم نیست و ببخشید اینجوری رک و راست میگم، برای که دروغی ندارم بهت بگم من یادم نیست. با هم دیگه صحبت کردیم، شما هم برادرای منو میشناسی هم خود منو میشناسی، از این بابت ممنونم. ولی بذارید من بزرگ بهت نشون بدم. ببینید مینویسه که یک پیام صوتی جدید از یه شخصی که شمارش انونه. ایشون انگلیسیش خیلی از من بهتره دیگه، انون میدونه یعنی ناشناخته، ساعت 2:47 دقیقه. ولی من حالا پیغام شما رو اینجا پخش میکنم و با اجازه شما یک گفت و شنود غیابی انجام میدم. شما 2 روز پیش حاضر بودی، بنده هم امروز اینجا حی حاضر با شما صحبت میکنم مثل 2 تا آدم پیشرفته. خیلی هم ممنونم که هنوز که هنوزه با تمام اختلافات که با من داری برنامه رو نگاه میکنی. بیشتر ممنونم که به خاطر این که با من اختلاف داری همه چیز رو به اصطلاح برعکس جلوه نمیدی و اگر آقای لادن میاد خوب صحبت میکنه از ایشون تعریف میکنی. ایشون هم ضمناً هم تشکر کرده هم یک جوابی نوشته. حالا با هم گوش بدیم. اینجا ببینید نوشته که نه، اینو وقتی بازش میکنم بعدن مینویسه که چند دقیقه است، ولی بذارید تا اون موقع من اینو برای شما پلی کنم. پلیر 3. بله تو این برنامه بعدیم 3 دقیقه، این پیام اولی شما 3 دقیقه است، اب نداره. تا من دیدم که این آقای دکتر هلاکویی خانمی بهش زنگ زد، من فکر کردم به خانمه حالا میگه که مثلا شما 1 دقیقه 30 ثانیه 20 دقیقه یه چیزی،
گفت خانم شما 15 دقیقه وقت داری. البته ماشاءالله آقای هلاکویی فکر کنم دیگه از صبح تا شب تو تلویزیون نشسته و اینها. این شماره تلفن ما هم اینجا غلطه، اجازه بدید من همینجا نگهش دارم، صدای مردم در تلویزیون مردم. بریم با هم این دوستمون که خیلی هم مردمی هست صداشو بشنویم، از همه مهمتر همشهری من هست و لطف داشت به من، لطفم داره، هنوز برنامه رو نگاه میکنه، ایرادم میگیره، ولی از ایراد یک کمی رفت توی خط دشمنی. ما باهاش صحبت کردیم و اینها و باز برگشتیم به خط دوست باشیم ولی مخالف باشیم. من سلام میکنم به این دوستمون، بفرمایید. آقای سرگی روز خوبی داشته باشید. امروز یک روز قبل از فادرزه هست. شما فادرزه رو تبریک میگم و به همه فادرها، مخصوصا که شما گرندفادر هم هستید. امروز روز شنبه ساعت تقریبا 12:30 آفتابی خوب در شهر ما جون میداد برای رفتن بیچ، ولی خب طبق معمول ما شیرازی ها زیاد از آفتاب خوشمون نمیاد. از بس تو شیراز آفتاب خورده بهمون. حالا بذارید من اینجا به شما نشون بدم، شما میگی ساعت 12:40 ولی اینجا مینویسه 2:47 پی ام. نمیدونم این ساعت ما اشتباهه، ساعت شما اشتباهه. بذارید من اینو بهتون نشون بدم یک لحظه. البته بعضی دستگاه ها میدونید که چون توی کالیفرنیا به اصطلاح درست شده ساعت اونا رو نشون میده، ولی اگه اونم باشه باید ساعت 12 شما بشه 9 صبح اونجا. اینجا در هر صورت نوشته 2:47 و من این پیام ها رو دیروز صبح گرفتم. ممنونم، منم به شما روز پدر رو تبریک میگم، امیدواریم یه وقت شما هم به اصطلاح چیز بشی. بذار من به این زنگ بزنم. Hey, I'm on live TV show. I will call you after 4:00. Anyway, بله. بذارید پیام این دوستمون رو بشنویم. حالا که چون روز پدر گفته، ما این عکسی رو که آقای دکتر ایران بومی گذاشته بود رو صفحشون بذاریم و صحبت کنیم. ما این تلویزیون رو ایور اوور کردیم و خلاصه برنامه شما رو نگاه کردیم و آقای لادن صحبت کردن. چه اسم قشنگی، ما در شیراز گل لادن داشتیم، نمیدونم هنوز هم هست یا نه، اینجا هست، هم خوشبو هم قشنگه. صحبتهای خیلی خوب کردن، یعنی اگه من چشمامو میبستم آقای لادن رو تصور میکردم که ایشون در زمان رضاشاه و دکتر مصدق و اینا مأمور خدمت بوده و همه چیزها رو جز به جز توضیح میدادن، خیلی جالب بود. ولی چون نگاه چهره ایشون کردم خب سنشون به اونقدر نمیرسه، به این نتیجه رسیدم که ایشون خوب مطالعه کردم بهش. ایشون میگه من 74 سالمه و این چیزی که شما گفتی یه زمانی چقدر 45 سال فکر کنم پیش، من توی مدرسه احمدی کتابی بود، میدونید اونجا ما هم کلاس دینی داشتیم هم اخلاق داشتیم یا همچین چیزی، یا آقای بود به نام آقای اخلاقیان کلاس دینی، آقای اخلاقیان داشت توضیح میداد و مدرسه های ایران یادتونه یه سوراخ کوچولو تو در بود که این ناظم و مدیر و اینا بیان سرک بکشن نگاه کنن ببینن معلم چجوری درس میده و اینها. این آقای اخلاقیان با آب و تاب داشت تعریف میکرد که مثلا امام حسین رو اینجوری گرفتن، اونا دستش رو اینجوری کشیدن، بعد مثل یه سوراخی شاید یه امام حسین یا یکی دیگه دستش رو اینجوری و گردنش از توی سوراخی مثل این اینجوری گرفتن کشیدن. ما حالا یه بچه یه نوجوانی با همون سادگی خودمون گفتیم آقا شما اونجا بودی که اینقدر قشنگ توضیح میدی؟ گفت پشو پلر سخته برو از کلاس برو بیرون. اصلا من مونده بودم این چرا ما رو از کلاس کرد بیرون. البته خب اب نبود دیگه، اب نداشت، میرفتیم تنیس و تنیس که نه تنیس فکر نکنید، ما به زمین مدرسه‌مون تنیس داشت، همون تو زمین بسکت و والیبالی که داشت توپ‌های موتی تو جیبمون بود میمدیم بازی میکردیم، اسمش گذاشته بودیم تنیس برای خودمون. در هر صورت این ماجرا که شما گفتی انقدر قشنگ توضیح داد که من فکر کردم اونجا خدمت میکرده، منو برد به داستان آقای اخلاقیان، معلم اخلاقیان. خیلی ممنون. ولی شما میگید ایشون مطالعه کرده و منم فکر میکنم ایشون از مطالعات زیاد و مقایسه مطالعه این کتاب با اون کتاب به اصطلاح به قول آمریکایی‌ها between the line، میون خطا رو خونده
بعضی ها میگن شما وقتی کتاب میخونی سفیدیاشو بخون، اونایی که سیاه کرده نوشته هیچی، سفیدیاش هم یه چیزایی به شما میگه. در اصل ممنونم، خوشحالم که برنامه آقای لادن خوشتون اومده. حالا بریم دنباله صحبت های شما. تبریک میگم و زحمت کشیدن، خب ما هم گوش میدیم برنامه ایشون. یه سوالی از ایشون دارم، علتی که میان تکرار میکنن این گفته های قدیمی رو چه چیزی آیده مردم میشه؟ آیا واقعا میترسن که رضا پهلوی بیاد؟ نه، همینجا وایستا. ببین شما اگر از یکی سوال میکنی، کاکو جون، دوست عزیز، ایرانی گرامی، شما اگه از یکی سوال میکنی بهش اجازه بده اون بهت جواب بده. این شما خودت سوال کردی، خودت جواب دادی، این که نمیشه که، این که درست نیست که. بعدم تلویزیونا رو قشنگ گفتی، گفتی داشتم تلویزیونا رو میچرخوندم، من اصلا فکر کردم شما تلویزیونا اینجوری میچرخونی بالا که بعد ببینی مثلا مثل این تاس که میریزن ببینی بین 1 تا 6 کدومش میاد. حالا معلوم شد که با ریموت میچرخوند. دوست عزیز، تلویزیونای آمریکایی رو نگاه کن، الان داره برنامه جان اف کندی رو میگه. نگاه کن، داره راجع به جنگ کره و آمریکا صحبت میکنه. قرار نیست هدفی داشته باشه، تاریخ رو برای شما میگه. شما اگه دوست داشته باشی، به قول اینا اینترستد باشی، برات جالب باشه، میشینی نگاه میکنی. اگه نه، میزنی اون کانال داره اخبار الانو میگه. شما گذشته رو دوست نداری، میزنی اون کانال داره اخبار الانو میگه. میگه یه ماشین پلیس رفت زد به مردم، یه تاکسی رفت زد به تو روسیه زد به مردم. شما همش میبینی آقا کشتار کشتار کشتار، خستت میشه. میگه بریم ببینیم آینده چی میگه. میری توی یه کانال دیگه داره رقم تخیلات و آینده و دانشمندا صحبت میکنه که بله در آینده ما فهمیدیم که مارس کره مریخ آب داره و میخوایم بریم اونجا. شما هستی که دوست داری از گذشته بدونی، از حالا آمریکایی اگه باشه میگه گذشته، حال، آینده، چون نه از لفت به این ور میره. ما ایرانی ها همیشه از رایت میمیسیم، از سمت راست اینجوری میمیسیم. دوست داری از گذشته بدونی، تماشا میکن. دوست نداری آینده به صدا الان رو نگاه میکنی، دوست نداری میری آینده رو. بس بذار جواب بده ایشون. شما سوال کردی، منم برای ایشون فرستادم، بذار ایشون خودش جواب بده که هدفش از این چیه. ولی با همه اینا ما 3 دقیقه که شما صحبت کردی گوش میدیم، حتی پیام دومی رو هم گوش میدیم. بفرما چی دیگه بیاد. اینا ناراحتن و هیچ کدومشون یه برنامه مشخصی ندارن. آقای سوری، موقعی که جمهوری اسلامی اومد شما در ایران بودید؟ بله من در ایران بودم، 5 سال بعدش هم در ایران بود. آیا متوجه شدید که این جمهوری اسلامی کارش درست هست یا نیست؟ هیچ که نفهمید. 35 میلیون نفر. ولی خوشم میاد ها، اصلا شما یه نفره دادگاه رو میچرخونی، خودت قاضی هستی، خودت آجان هستی، طرف رو گرفتی و خودت هم طرف رو به اصطلاح جز به چی میگن این شورای منصفان گروه اصناف چی میگن اینجا بهشون میگن جوری، در اصطلاح تصمیم میگیری میفتی. شما میگی ایران بودی یا نه؟ میگیم بله. میگی میدونی یا نه؟ میگی بله. خودت میگی نه نمیدونستیم. حالا گوش میدیم، ما آدم های جالبی هستیم، ما ایرانی ها هر کدوممون یه تلویزیون سر خودیم. این کاری رو که آقای لادن میکنه از خودتون شما سوال کن. وقتی من با شما تلفنی صحبت کردم، ما رو هم دعوت کردی بیای جرزی شو رو اینها، گفتی این چیزایی که تو تلویزیون نشون میدن کثیف و فلان نیست، جای تمیز و قشنگ و خوبیه. اون موقع من به شما گفتم شما با این همه نالج دانشی که داری میتونی منتقل کنی، میتونی منتقل کنی. هدف آقای لادن منتقل کردن دانش، دانسته‌هاش و اون چیزایی رو که فهمیده. کاری به شادم داشته باشه، ولی بذارید خودش جواب بده. ببین من اجازه نمیدم به خودم بگم که آقای دانش میخواد چیکار کنه. مثل شما نمیگم از رضا پهلوی میترسی. آقا رضا پهلوی که نسل پهلوی دیگه تموم شد عزیز من. 3 تا دختر داره که فارسی هم بلد نیستن حرف بزنن و این تنبل دروغگو یک کارت تبریک برداشته از قول دخترش فارسی نوشته، بدبخت انگلیسی بنویس. ایرانی ها الان بیشترشون انگلیسیشون از من بهتره که اینجا 32 سال هستم.
این حالا فکر میکنه ایرانیان به زمان باباش بی سوادن، به دروغ یه کارتی رو برداشته از قول دخترش برای ایرانیان نوشته. برگردیم به برنامه آقای لادن، برگردیم به ترس از رضا پهلوی، برگردیم به ترس از مجاهدین، برگردیم به اینکه آقای خمینی برنامه‌ای نداشت و ما هم توی ایران بودیم. دوست عزیز، من انقلاب نکردم، من مأمور حکومت نظامی شاه ترسو و فراری بودم. من صبح فردای انقلابم توی پادگان بودم، من و آقای کاظم آتشی که فامیلمونم هست، باعث شدیم که آقای سروان محمدی و سرهنگ احمدی فرنود اینا اعدام نشن، اینا کشته نشن، اینا سربازا تیک تیکشون نکنن. ما برای اونا توضیح دادیم که این بدبختا تو مغزشون کردن که شما سربازان شاه هستید نه سربازان ایران. این بدبختا تو مغزشون کردن که اینا دارن به شاه خدمت میکنن و المأمور معذور. هرچی گفت آخه المأمور معذور، اینایی که اینو میگن یکی باید ازش سوال کنه. تو اگر فرماندت بهت گفت برو زنتو بیار برای من، میاری؟ پس دروغ میگی المأمور معذور. ولی اگه گفت برو اون پسر رو بنداز زندان، میری مینداز زندان چون میخوای حقوقتو بگیری. هر کی به شما گفت من مأمورم و معذورم، فوری بهش بگو که اون فرماندت اگه بهت گفت زنتو بیار میاری، اگه خواهرتو بیار میاری، اون وقت دروغشون معلوم میشه. برگردیم زمان انقلاب و اینکه ماها نمیدونستیم. بله ماها نمیدونستیم، من اصلا دنبال انقلاب نبودم که بدونم. بفرم. فقط یک نفر فهمید خیلی تیز و باهوش بود، اونم رجوی بود. What این همه آدم تو ایران یه نفر فهمید اونم رجوی بود؟ آقا گلی به گوشه جمالت بابا، واقعا دست درد نکنه. رجوی که دست آقا رو تو تلویزیون بوسید، حالا فلانجاشو کجا بوسیده نشون ندادن اون موقع، لابد فیلمش بعدا در میاد. رجوی و افرادی مثل رجوی خمینی رو تقویت کردن تو تلویزیون نشون دادن و فلان اینا. بله درسته ایشون تو زندان بوده، ولی فقط رجوی بود که فهمید این دروغ میگه. ای والا بابا خیلی کارت درسته، آقا من اشتباه کردم، به شما گفتم بیا برنامه داشته باش. اگه تحلیلات اینجوری باشه روزی 100 تا فوش مردم بهت میدن، هیچی، 100 تا فوش هم به من میدن. من الان نمیخوام بگم روزی 100 تا تحسین دارم به خاطر برنامه آقای لادن از مردم میگیرم، ولی حداقل روزی 2-3 تا رو این برابر میگیرم. آقا این چه حرفی بود شما زدی؟ هاش که بهت داده بودم میگفتم آقا خودت گوش کن، هر جاش میخوای پاک کن، این چرت نویس، این پیش نویس، پاک نویس تو برای ما بفرست. دوستان این دوست ما میگه تمام مردم احمق بودن، حرف خمینی دروغگو رو باور کردن، تنها یک نفر اونم رجوی. وجدانن این پایین فیسبوک خنده هاتونو بفرستین، وجدانن نظرتونو راجع به این صحبت این دوست همشهریمون بنویسین. نمیدونم ایشون رو فیسبوک هست یا نه، ولی من میخونم. بله خودگویی خودخندی، عجب مرد هنرمندی. منظورت به این همشهریمونه؟ باور کن من فامیلی ایشون یادم رفته. دوست عزیز، این آقای خوشنودی بچه شیراز، خیابون شهناز، و میگه خودگویی و خودخندی، عجب مرد هنرمندی. به شما داره میگه. این آقا میکس شاه اللهی ها و رجب اللهی ها هست. ببین باید پوست کلفت داشته باشی تو بیای بشینی اینجا 20 سال عقیدت رو بگی، هر وقت اشتباه کردی بگی اینجا رو اشتباه کردم. منم مثل شما بودم، منم فکر میکردم یک سازمان خوب و منظم وجود داره، سازمان مجاهدینه، و فیلمشو دارم. اگه برم رو تاریخی که رفتم براشون مجانی فیلم برداری کردم، بله صبح آقای فیلابی منو با ماشین برده، زورم یه نهار بهم دادن، ولی قربونت برم من وقتی میرم فیلم میگیرم ساعت 100 دلار، ساعت 135 دلار پول میگیرم. 10 ساعت 12 ساعت با اینا رفتم اومدم، مجانی منو بردن، مجانی آوردن، یه نهار دادن، نهارم خیلی خوب بود. آقای حسین بنده خدا اون رستوران نیبرز رو داشت که الانم بسته شد. منم مثل شما بودم، فکر میکردم سازمان مجاهدین سازمان منظمیه، ولی هیچ وقت همچین اشتباهی بزرگی نکردم که همه نفهم بودن، فقط رجوی تنبون و خودش هنوز بلد نیست چجوری بکشه بالا اگه زنده باشه. بفرمایید. از خود رجوی بود، قبول نکرد، زیر بار نرفت، مسلحانه جنگید با که
جمهوری اسلامی. شما قبول داری مسلحانه جنگید؟ قبول داری مسلحانه جنگید؟ آقا مسعود رجوی نامزد ریاست جمهوری همین حکومت جمهوری اسلامی شد، کجای کاری آقا؟ مثل که خیلی خارج بودی، یه قسمت از تاریخ ایران پاک کردی انداختی دور. آقای رجوی از نماینده مجلس و نمیدونم هر لجنی که میگفتن میگو من آدم بی سوادی که تو زندان بوده اومده بیرون، حالا میخواد همه کاره بشه. خمینی هم گفت بچه برو دنبال کارت، ما سوارتون شدیم به مقصد برسیم، حالا که مقصد رسیدیم علف هم جلوتون نمیریزیم، برو دنبال کارت. این حرفا چی کاکو زدی؟ ما روز پدرمون خراب کردی یا بفهم. 40 سال گذشته هنوز محکم وایساده، خیلی محکم وایساده. البته خبراش هست که سال از ایشون دارم. نه وایستو من برگشت که میان تکرار میکنن. ببخشید دست من خورد به این نفر. گفتهای قدیمی رو چه چیزی عاید مردم میشه؟ آیا واقعا ببخشید میترسن که رضا پهلوی بیاد؟ آیا میترسن؟ آقای لادن شما میترسی که رضا پهلوی بیاد؟ ماشاءالله با این برنامه هاش، با دولت موقتی که در خارج تشکیل داده، دولت موقت شما دیدین برنامه من اگه نگاه میکنی حتما عکس دولت موقتش دیدی، عکس خودشو، همسرشو، سه تا دخترشو، مادرش. اوکی بفهم. همه کسانی که توی بازی رایشون ندادن با آخوندا در افتادن. آفرین. تمام اینا کسایی بودن که پای سفره نشستن خوردن، همچین که فردا رفتن گفتن آقا از امروز با دعوت، سفره دیگه عمومی نیست، با دعوت باید بیان تو. گفت خب بسیار عالی، من از نزدیکان آقا هستم. گفت ببینم اسم چیه؟ مسعود رجوی. نه خیلی بابا تو لیست نیستی. وایسا داد بیداد گفتن آقا بر تلفن بزن. خب بفرما. که یکی دیگه بیاد، اینا ناراحتن و هیچ کدومشون یه برنامه مشخصی ندارن. آقای سوروی، موقعی که جمهوری اسلامی اومد شما در ایران بودید، آیا متوجه شدید که این جمهوری اسلامی کارش درست هست یا نیست؟ هیچ که نفهمید. 35 میلیون نفهمید، فقط یک آقا این چه حرفیه؟ این چه توهین بزرگیه؟ پدر من یه آدم کم سواد بود، شوهر خالش آخوند بوده، به خاطر شوهر خانش از مکتب خونه فرار کرده بود. گو این آخوندا از خودشون بی‌ناموس‌تر، بی‌شرف‌تر، دروغگوتر خودشون، به اینا اعتماد نکنید. ما اصلا تو خانواده‌مون کسی انقلابی نبود. این چه حرفیه؟ شما 35 میلیون رو اینجوری با خودت دشمن میکنی. حالا شانس آوردی نه میشناسنت، نه شماره تلفنتو دارن، نه قیافتو میشناسن که تو خیابون اگه دیدنت بهت بگن آقا این چه حرف ناحسابی بود. 35 میلیون رفتن دنبال خمینی، فقط یک شاخ شمشاد، گل گلا با اسلحه افتاد دنبال مبارزه. بفرمایید. عجب تاریخی شما میگی، ماشاءالله. من خیلی خوشحالم که این برنامه امروز رو هدیه کنم به این دوتا پیامی که شما گذاشتی. بفرما. این خیلی تیز و باهوش بود اونم رجب. به خدا کاکو اقدی هوشش زیاده که مغزش فشار آورده، اگه نگاه کنی داره گوشش دراز میشه. تو این 40 سال گوش آقای رجبی دراز شده، خیلی باهوش بوده. رفت دنبال صدام، حالا در به در شد. رفت دنبال عربستان، حالا در به در شد. اومده دنبال ترامپ. دوستان ترامپ میخواد با آخوندا همین ماجرای کره شمالی رو داشته باشه. اونایی که دل خوش کردین ترامپ اومد به به، ترامپ اومد به به. آقای حمزه پور دیوانه احمق دلغک، حالا برو کثافتای ترامپ جمع کن. ترامپ با آخوندا میخواد صحبت کنه، خبرشو میارم الان بهتون نشون میده. بفرمایید. بود مسعود رجوی بود. بله. قبول نکرد. بله. زیر بار نرفت، مسلحانه جنگید با جمهوری اسلامی. 40 سال گذشته هنوز محکم وایساده، با اینکه خودش حالا یا فوت شده یا هرچی، من اطلاع ندارم. خیلی جالب. من فکر میکنم تنها گروه
ایشون خودش میگه 40 ساله هنوز محکم وایساده، با وجودی که میگن مرده. من خبر ندارم عزیز من، شما اول برو با خبر باشو، برو به این مجاهدا که بهشون اطمینان داری زنگ بزن به من شماره تلفن آقای فیلابی رو بهت میدم، با آقای فیلابی صحبت کن، ببین اینا راست میگن که رهبرشون چطور شده. اگه کسی راست نمیگه که رهبرشون چطور شده، آقا جنگم که نیست که السیدو با پیچ موره ببندن به اسب بیارن وسط میدون. خب سازمانی که دروغ میگه، تفاوت این سازمان 40 سال بعد با خمینی که دروغ گفت چیه؟ حالا بیشتر میرسیم به جایی که ایشون دنبال سازمانه. به به، بازم وقت بگین تلویزیون مردم بده. ببینید چجوری ما براتون طرفدار پیدا میکنیم. آقای رجبی مرحوم باز زیر زمین، آقای رجبی مرحوم این که موفق بودن تا الان مبارزه کنن و محکم سر جای خودشون وایسن و هر ساعت چهره عوض نکنن، گروه مجاهدین هستن. من علاقمندم که مریم خانم در رهبر آینده ایران بشه، هم کمک کرده به شاه اللهی میتونه ایشون کوین ایران بشه. به به، ایشون یه قدم هم جلوتر از رجب اللهی ها رفته. خانم رجبی که الان 20 ساله چقدره رئیس جمهور منتخب شورای قلابیه، ایشون میگه بابا ول کن بیا کوین باشه، ماشاءالله شما اینقدر جراحی کردی و اینا که الان دیگه مناسب هستی. بریم پیام دومتون. باز من این پیام دومو به شما نشون میدم دوست عزیز. ببین چیزی که من میبینم اینجا اینه، نگاه کن، نمیدونم شما کامل میبینی. New voicemail from unknown caller at 2:51 PM. گوگل وایس چنین و چنان، بعد میاد اینجا میگه پلی مسیجز. حالا من مسیجی که پلی میکنن میریم یه صفحه دیگه، فعلا شما را اینجا نگاه میداریم با صدای مردم در تلویزیون مردم. این یکم طول میکشه، من باید اینا رو بیارم، تنبلی میکنم. 2 دقیقه و 16 ثانیه دیگه ایشون صحبت میکنن و چه منطقی، چه درست. 40 سال رجبی باهوش وایستاده و این سازمان 40 سال وایستاده. آقا یه مش پیر مرد و پیر زن همه مریضی های مزمن از بازنشست گذشته، دیگه نشستا باز شده. چی داری میگی عزیز دلم؟ ادامه صحبت ها جناب سوال بفرمایی. بله داشتم عرض میکردم تنها کسی که در مقابل جمهوری اسلامی ایستادگی کرد و قبول نکرد جمهوری اسلامی رو آقای رجبی بود. دوستان رجبی چند سال قبل برای رفسنجانی نامه نوشت، یه نفر نامهشو بذاره توی این فیسبوک، اون وقت این پتیک میگه وقتتو با فیسبوک تلف نکن. فیسبوک یه حسنی داره که توی مهمونی شما میگید آقا رجبی برای رفسنجانی نامه نوشت، این دوست ما از نیوجرسی قبول نمیکنه که. از اون طرف خوشنودی میگه آقا اینها این نامش، این نامش. سعید میگه آقا اینها این نامش. بچهای مجاهد میگن آقا این نامش. عزیز من این چه حرفی شما میزنی؟ این به هر حباب روی آب دست انداخت تا بلکه از غرق شدن نجات پیدا کنه، چون نه شنا بلد بود، سیگاری هم هست، نفس خوبی نداره. حالا هم که غرق شد و رفت، کجا وایستادن 4000 نفر 5000 نفر رو 30 سال در صحرای آتشین عراق گرفتار کرد؟ امروز هم خودش رفته میگفت یکی رفت یکی مرد. واقعا این ماجرای مجاهدین شعارشون رو باید عوض کنن، یکی مرد یکی مردار شد، این بنده خداها به غضب خدا گرفتار شدن. ولی ناراحت نباشید دوستان، یه دوستی کنار دریای آتلانتیک اینجا نشسته، دریای آرام میشه دیگه، نه اقیانوس آرام، اونجا پاسیفیک، اینجا آرام، نشسته به فکر شما هست، اصلا ناراحت نباشین. بفرمایید. و به این نتیجه رسیدیم که بعد از 40 سال هر کسی بلند شده یه نفر یا دو نفر یا 10 نفر یا 50 نفر دور خودش جمع کرده و میگه من اپوزیسیون هستم، یکم به مسخره میگه آبا فلان آبا فلان، یه از یه حرفای بیمورد که میگم شون قوم برش دیده نمیشه، میگم شون قوم. من فکر میکنم یا مردم ایران میفهمن یا متوجه نخ نخواهند شد، هر کسی بیاد براشون فرق نمیکنه. اگه یه رژیم دیگه هم بیاد دوباره همونی که داریم میبینیم 40 سال دیگه همین
مسئله وجود خواهد داشت. حالا کسانی که میان صحبت میکنن هیچ چیزی در مورد آینده ندارن صحبت. آمریکایی‌ها میگن منو گم کردی، من گم شدم اصلا. شما از این ور همه امید و بستی به آقای رجبی که معلوم نیست کجاست، امام زمان غائب، بعد حالا میگی تازه خیلی قشنگ صحبت میکنه، خوشم میاد، همه چی 50-50. یه جوکی هست، طرف میخواد بره دختر شاه رو بگیره، میگن آخه احمق دختر شاه رو به تو میدن، میگی تو خیلی هم من دست کم نگی، 50% فعلا کار درست شده. طرف میگه اه جدی 50%؟ چطوری؟ میگه من تو موافقم، این 50%. این دوست ما هم میگه ببینید، یا مردم ایران میفهمن 50%، یا نمیفهمن، اینم 50%. ولی خودشو از این دوتا جدا میکنه، نمیگه که من جزء بفهما هستم یا جزء این که واقعا نمیدونم. آقا من نمیدونم، حالا میخوای ازش نفهم بذاری. انگلیسی وقتی بهت میگه you don't know بهت بی‌احترامی نمیشه، به ایرانی وقتی میگی you don't know یعنی نمیفهمی بهش بی‌احترامی میشه. آقا من نمیدونم و از این ورم نمیفهمم ماجرا چیه، یه مشتی دروغگوی به قول شما. ولی شما میگی هر کی بیاد دوستان دقت کنید، ایشون 80 میلیون و 40 میلیون چی گذاشت این ور، 40 میلیون چی گذاشت، خودش اومد بالا شاخص و میگه هر کی بیاد بعد از 40 سال همین آب و همین کاسه میگن. خب پس آقا تو که دست شستی رفتی کنار دیگه، رجبی هم بیاد همیه یا ایشون تافته جدا بافته است؟ من چون پیام‌ها رو قبل از برنامه گوش نمیدم، گوش بدیم ببینیم ایشون چی میگه. بفرمایید. حال بکنم مثل اسبی میونه که در مسابقه اسبدوانی مرتب اطراف رو نگاه میکنه، میان یه بلینکر روی چشش میذارن که جلوشو ببینه خط مسابقه کجا تموم میشه این بره برنده بشه. من کسی رو نمیبینم که تو این مسابقه برنده بشه. تنها کسی رو که واقعا میدونم برنده خواهد شد اگه برگرده به ایران، خانم رجبی هست که تو این قسمت من با شما موافقم. اگه برگرده به ایران، میگفتن اگر رو کاشتن شاید و باید و اینها اومد. فکر کنم این مجیدم همین آش و همین کاسه میخواستم بگم، فکر کنم مجیدم رفت دنبال فوتبال نگاه کردن. خیلی ممنون که اینجا هستی. شما میگی اگر برگرده، من هر کسی میگه رضا پهلوی طرفدار نداره میگم آقا این حرف مفتیه، رضا پهلوی 100% مردم طرفدارشن. هر مجاهدی میگه نه حالا ما، میگم آقا این حرفا چیه؟ شما همه مردم مزاحمتونن، همه مردم شما رو دوست دارن، فقط اگر برید ایران. و امیدوارم یه روزی اینا برن ایران، اون وقت ببینی عزیز دل کاکو جون چه بلایی مردم سر اینا میارن. اگر برن ایران، یه بار دیگه شما اینو بگو، تنها کسی که اگر بره ایران بهش امید داری رجبی و زن رجبی، و میخوای این بشه کوین، اونم بشه، حالا که نیستش بشه پادشاه. مبارک. بفرمایید. مردم ایران بگه آقا من همه اول فهمیدم ولی ملت ایران شما نفهمیدید، پس شما مستحق کس. آقا مردم نوارا رو میارن، هزار سال پیش که نیست که دروغ بگن کوروش رفت برای عدل گستری و فلان، اینها نوار مال 40 سال پیشه، نوار میارن نشسته، این بچه کلاس اولیا، بچه مکتب خونه کتب خونه نشسته زیر پای آقا. این حرفا چیه؟ بیاد به مردم بگی که من فهمیدم شما نفهمیدین، این بیاد ایران مردم تنبونشو در میارن، میگن تو احمق بودی که جوانای ما رو کشوندی اونجا، تو بودی که به قول این دوستمون اگرم میدونستی برای قدرت نگفتی، خفه شدی. الان یقه آقای بنی صدر رو گرفتن، خود من رفتم پهلا آقای بنی صدر، 2 ساعت 1 ساعت نیم اونجا بودم، 2 ساعت بودیم 1 ساعت نیم حرف زدیم. بهش گفتم آقا شما مردم جوونا از شما انتظار داشتن، شما برای قدرت نیومدی حرفا رو بزنی. این حرفا چی؟ برگرده آقا، تازه اگه زنده باشه آقای رجبی، اگه زنده باشه برگرده بعد به مردم بگه اون موقعی که شما الاغ بودید خر بودید نمیفهمیدید من فهمیدم، همه میگن آفرین، مگر اینکه خر باشن برای این بگن آفرین. کاکو که فشارخون منو بردی رو 100,000. اون روز داشتم رادیو گوش میدادم، دوستانی که فشارخون دارین میگه اونایی که فشارخون دارن
از 50 سال به بالا هستن اون یکیش هست آلزایمره، یکی دیگه چیه امنیژیا چی میگن، میگه اونو میگیرم من تفاوتش هم هیچ وقت نمیدونم، اون فراموشیه، این یکی هم یه جورای فراموشیه، مثلا طرف قاشق هم میداره غذا رو میذاره دهنش یادش میره باید دندون بزنه و فلان اینا، یکی بیاد در این مورد صحبت کنه. اگه فشار کمتون بالان حتما وقتی پیامای اینجوری گوش میدید به جای یکی هم 3-4 تا بخورین فشار خونتون یکم بیاد پایین. مرسی آقا، فشار خون ما رو بردی بالا، ممنونم. بسید که بفهمه راه رو به شما نشون بده. آقای سربه خیلی صحبت کردم، دوباره فادرزه تبریک میگم، از آقای لادن تشکر میکنم، دوستانی که میان صحبت میکنن لطف میکنن صحبت میکنن، خب فکر بد نیست، ولی نمیبینم کسی نظریه بده، همه نشستن دور، هر کسی میاد یه روزه بر علیه اون یکی میخونه، اون میاد یه روزه بر علیه اون یکی میخونه. در صورت شما خودت خوب سوال میکنی از ایشون، موفق و پیروز باشید، همین دیگه، چیزی ندارم بگم. من ممنونم از شما، منم روز پدر به شما تبریک میگم، اینجوری که صحبت کردی هنوز گرنپا نشدی، امیدوارم گرنپا بشی، بهترین لذت. این یک. دو، من درباره سوالا فقط از من نیست، بینندگانی که سوال میکنن، خانم فلانی از فلانجا، آقای فلانی از فلانجا سوال میکنن، من این سوالا رو مینویسم، جمع میکنم برای ایشون میفرستم، اینا رو ردیف میکنیم و البته خود امینم کار داره. خیلی ممنون، خوشحالم که از این برنامه خوشتون میاد. و اونی که شما میگی هر کسی میاد هر یه چیزی میگه، اگه شما دیروز اومده بودی آمریکا میگفتم ایشون وارد نیست، ولی شما میگی بیش از 40 سال، شما از داداشای من زودتر اومدی اینجا، بیش از 40 سال آمریکا هستی، شما موقع انتخابات ببین، این میاد یه چیزی میگه، نفر بعدی میاد یه چیزی میگه، شما اینا رو مقایسه میکنی، گاهی وقتا نه به این نه به اون با یکی دیگه رأی میدی، این شما هستی که همون جوری که تا حالا هیچ کس برنامه ای نداشته، شما هم 40 سال خودتو علاف کردی به هیچ کدوم از سازمان ها نپیوستی. شما مگه نمیگی سازمان مجاهدین مردانگی کرده، شهامت کرده، شجاعت کرده، وایستاده 40 سال؟ شما چه کار کردی برای اینا؟ آیا اومدی زن و بچه تو ول کنی بلند شی بری تو عراق برای اینا کار کنی؟ ببخشید اینو میگم چون میدونی من خیلی بی‌تعارفم. آیا اومدی خانمتو طلاق بدی؟ آقا ما اصلا قرار نیست همه سیاسی باشیم، مردم عادی قرار نیست سیاسی باشن، اینو به غلط چپوندن تو کله ما که فقط حیوانها هستن که سیاسی نیستن، والا خیلی از حیوانها از من و شما با سیاست ترن. کلاغا رو نگاه کنید، من بارها پرسیدم یکیتون یک کلاغ مرده تو جاده دیدین؟ برای که خیلی سیاست داره، میاد گوشت و نمیدونم چیزا رو تو جاده برمی داره میره، ماشینو از دور میبینه میره، مثل اون حیوانای دیگه احمق وای نمیسته تا بهش بخوره بگه تق، بعدم لنگ لنگان بره بمیره یا پلیس بیاد بکشتش، میره میگه این ماشین میره چون من برمیگردم، این مرده اینجاست، میدونی کلاغ جنازه و اینا که تو چیزه میخوره دیگه. شما چی کار کردی؟ شما سازمان مجاهدین کمک کردی؟ چند سال کمک کردی؟ اگه کمکشون کردی اسمتو بدیم به FBI بگیم این وقتی که تو لیست بود کمک کرد. ببین کارمون خرابه، شما فکر کردی جزء حزب ما نیستی و کار درسته، شما هم مثل خودمونی، کارمون خیلی خرابه. ممنونم از دوستان. سلام آقای انصاری. دوستان آقای انصاری یادتون اون وقتا من برنامه داشتم با دکتر سرهنگ عقیلی پور چهارشنبه ها ساعت 4 بعد از ظهر تو ایران، چهارشنبه ها به خاطر که روز بلیت بخت آزمایی بود میگفتن چهارشنبه ها روز خوشبختیه، و عجیب اینجا که آمریکا میگن چهارشنبه ها لاکی دی، نمیدونم برمیگرده به داستان هایی که خدا تو 6 روز ساخته چجوریه، یا مثلا خدا گرچه میگن بعدن که آدم تنها بود زن رو آفرید، نمیدونم چرا آمریکایی‌ها میگن Wednesday is lucky day، ولی در هر صورت من هر آقای عقیلی پور میمد میگفتم دوستان چهارشنبه ساعت 4 بعد از ظهر آقای دکتر عقیلی پور با ما هستن، دیگه از این بهتر نمیشه. اجازه بدید من برگردم به این سیستممون که پیام شما رو پخش کردیم، حالا بیام اینجا. بله آقای انصاری به دلیل بازی‌های فوتبال و اینها، و چون هم خودشون دنبال میکنن هم میدونن که بیننده ما میرن دنبال فوتبال، همه مثل من نیستن، من از روز اول از این فوتبال و مسابقه‌ای که اینجوری الکی مردم رو اینجا بهش میگن مومنتوم، مومنتوم یعنی یک لحظه رو به وجود میارن
خوشحال میشی، فرداش اصلا نمیدونی خودت برای چی خوشحال بودی. از اینا هیچ وقت خوشم نمیاد، مخصوصا حالا که دیگه این ماجرای فیفا و فیفا و پول زیر میزی و قاچاق و فلان اینا، مخصوصا حالا که تیما هی میخرن و میفروشن، شما برو تو فلان تیم میبینی ایرانی. خب این دیگه ایرانیه، ایرانی نیست که، ایرانی که داره برای کشور ایکس بازی میکنه، این برای پول داره بازی میکنه. یه مش آدمی هست که دنبال توپ میدونه، اونایی که عاشق فرخزادن که یکیش الان براتون میارم، عاشق فرخزاد. فرخزاد تو برنامهش آقای نصرت کریمی رو آورد، یا نصرت الله کریمی رو آورد که هم هنرپیشه هم کارگردان بود و اون موقع هم بازی های فوتبال بود. بعد آقای فرخزاد به این گفت شما بازی های فوتبال رو دنبال میکنی؟ گفت والله من اصلا نمیفهمم. خب این همه آدم، همه هم وضعشون خوبه، این همه آدم هم اومدن تو سالن، اونا هم پولای خوبی دادن که اومدن تو این سالن ورزشی یا این استادیوم ورزشی، چرا به اندازه کافی توپ نمیخرن برای همه؟ اولا چرا یه عده نشستن اونا هم بیان بازی کنن؟ بعدم چرا برای همه اینا یه دونه توپ؟ زندن من میبینم تو زمین توپ هست، خب آقای توپ ها رو بدید هر کسی بره، نه که 2 ساعت بود و 90 دقیقه بود و دو بار پول پاش بخوره به توپ. اینو نصرت الله کریمی گفت، البته جوک بود. محمد رضا خان سلام، انشالله همیشه در پناه خدا باشید. من فکر کردم آقای انصاری داره با محمد رضا پهلوی صحبت میکنه. یک نوشته ای رو برای آقای انصاری فرستادم که یکی از دوستان نوشته فرستاده برای من و به من گفته آقای سربی این درسته، خیلی جالبه، راجع به هرزگری های شاه هست. بعد وقتی شما به من میگی این درسته، انگار که مثلا من علم بودم با شاه بودم یا هرچیز زادی بودم، من چه میدونم. ولی اگه اون طرف اسمشو نوشته بود که من دیدم ننوشته، اون وقت آدم میگه بله مثلا این آقا آجدانش بود، این آقا نمیدونم والا این یه شغلایی هم بوده که یه شغل دیگه بوده ولی یه اسم و یه حقوقی دیگه داشت. در صورت اونم براتون میخونم. ولی یه پیام، یا شاید هم پیام نه، شاید زنگ بزنیم یه برنامه خوبی با این دوستمون داشته باشیم. ایریا کد 908 دوستان مال کجاست؟ بذارید ببینم. 908 ایریا کد. میخوام بهتون بگم که ما چه نیوجرسی، ای دادی بیداد کاکو، این هم نیوجرسی، وای 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 وای، خیلی خراب شد اوضاع. بذار ببینیم این صدا، اینم خط خارج، برگردیم حالا اینجا شماره شونو بگیریم، 908 شو میگم. اخ ایش، تلفن‌های جدید عادت کردیم اگه اشتباه بزنیم یکی برمیگرده عقب، تلفن‌های قدیم دوباره باید برگردی همه چی رو از اول شروع کنی. این تلفنم قدیمیه. خب بذار ببینیم دوباره این، حالا 908 ایریا کد، واقعا آدم یاد میگیره از این دوستان نیو جرزی میگن آبش و اینا خیلی بد و مسمومه، کم کم دارم باور میکنم که همه روزا سر کارن ماشالله، البته بیشتر روزا خوابن، شبا برنامه گوش میده. Please record your message. When you've finished recording, you may hang up or press 1 for more options. To leave a callback number, press 5. سلام، من سوربی هستم از تلویزیون مردم. تشکر میکنم که برنامه ها رو میبینید. بیشتر متشکرم که برنامه ها رو دوبار سه بار میبینید. از اونم بیشتر تشکر میکنم که لطف کردید پیام گذاشتید. الان ساعت 2:45 روز دوشنبه است. من توی برنامه میخواستم با شما تماس بگیرم، با هم مثل دو تا ایرانی خوب صحبت کنیم. ما ماشاءالله زمان کوروش همه دموکرات خوب، چطور شده بعد از 2500 سال اینجوری بی تربیت شدیم؟ به خاطر این 40 سال این آخوندهای پدر سوخت است. در اصل من ممنونم، حالا چون شما نیستید من پیام شما رو برای دوستان پخش میکنم و یک نمایش مصاحبه غیابی با شما اجرا میکنم. خیلی ممنونم، مثل همین
همسایه‌مون هم هستی، یا نیوجرسی زندگی میکنی یا از شماره‌های قلابی داری. در هر صورت مجددا سوربی هست از تلویزیون مردم، شماره تلفن ما هست 202-695-2573، شماره اون داشتی که زنگ زدی. ولی باز عادت منه دو بار خودم رو معرفی میکنم، دو بار شماره تلفن رو میگم 202-695-2573. زنگ بزن تماس بگیریم با هم، خوشحال میشیم نظرات شما رو مجانی برات پخش کنیم. روز روزگار بر شما خوش. خب دوستان، حالا بیاین خدایی بهتون میگم. من اول میخواستم برنامه رو شروع کنم با این پیغام و به شما بگم بعد از این پیغام چقدر از ایرانیا دلخور شدید، اصلا چی میگن سرخورده شدید، سرزده که یعنی سرزده، اینجا میگن الاناس، سرخورده شدید، یعنی پیش خودت میگی امکان داره یه ایرانی تو قرن 21 زنگ بزنه به یه تلویزیونی یه همچین چیزی رو بگه. حالا شما میگی این همچین چیز چیه که سربی اینقدر داره شلوغش میکنه؟ ببینید دوستان، بشنوید، این ایرانیای گل فرزندان کوروش رو آسون از دست ندید. اینا ماشاءالله هر کدومشون طلا هستن، باید صبر نکنیم تا بمیرن، باید همه الان که زنده هستن طلا بریزیم روشون، مجسمه‌شون رو درست کنیم تو میدونای آمریکا بذاریم. گوشی رو داشته باشید دوستان، بشنوید این آقا رو. پنجاه و دو ثانیه ایشون صحبت کرد. ببینید من 3 روز پشت سر هم دارم این برنامه شما رو نگاه میکنم، هر 3 روز برنامه تکراریه، بگه روز جمعه، روز یکشنبه، روز جمعه. شما شجارت نمیکشید، مجبورین تلویزیون درست کنید. آخه این چه وضعی حالا اومدی مثل خر از فرخزاد انتقاد میکنید؟ اولا خر بابای قرمسارته که تو الاغ پس انداخت، خریتت به همه ثابت شد. حالا که خریتت ثابت شد، چون من فقط اول این پیام دیروز تو ماشین گوش دادم و انقدر خندیدم ضمن این که عصبانی بودم گذاشتم برای امروز، ولی حالا که فوش دادی، کدوم الاغی کجای دنیا میاد نگاه کنه طرف میگه جمعه، هی نشسته باشه هی بگه آقا امروز که شنبه، چنین مردی که میگه جمعه الاغ، برنامه مال روز قبل بوده. کدوم الاغی دوباره یه شنبه میاد برنامه رو نگاه میکنه، طرف میاد میگه برنامه جمعه است، بعد میگه که آقا یه شنبه است. شما به من بگی کدوم الاغی به غیر از این ایرانی که قولتون میدم اگه باهاش صحبت کنی یه کاره زمان شاه بوده، اگه باهاش صحبت کنی بزرگترین افتخارش این بوده که زنش برده برای شاه، اگه باهاش صحبت کنی بزرگترین افتخارش این بوده که بچه‌هاش خارج دنیا اومدن. شماره تلفنش هست 908 447 21 53. با این کره خط تماس بگیرید و ببینید که چی هست تو مغز پوسیده اینا. 908 447 21 53، بذارید شمارش نشونتون بدم قشنگ شما ببینید و ببینید ما اینجا صبح تا شب با چه الاغایی باید سرکله بزنیم. بعد تازه وقتی هم یه دوست داریم، همشهری داریم، میبینیم سالها میشناستمون، برنامه رو نگاه میکنه، با خلق و خوی ما آشنا هست، یه دفعه میبینیم آقا اینم طرفدار مجاهده شده، طرفدار مجاهده که به نظر من هیچ کاری هم برای مجاهده نمیکنه. ولی این شماره رو حتما تماس بگیرید 908 447 21 53. هر وقت دیر وقت از مهمونی اومدید زنگ بزنید یه مشت فوش خار مادر به این بدین. حالا گوش کنید چی داره میگه. میگه چرا من به فرخزاد، اولا کرخه، اگه تو روز جمعه برنامه من نگاه کردی، روز جمعه برنامه فرخزاد من اصلا صحبت نکردم، ولی راجع به فرخزاد بارها گفتم و الان خوشحالم که یه الاغی مثل تو میاد که باعث بشه من راجع به آقای فرخزاد بگم. دوستانی که میگین فرخزاد دکترای اقتصاد داشت، دکترای سیاست داشت، چه فرقی میکنه با اون یکی که نداشت؟ چه کار کرد به غیر از اینکه خوند؟ چی کار کرد به غیر از اینکه یک حرکتی رو ایجاد کرد که مردم از سیستم شاه متنفر بشن، که یه آدم خود همجنس بازی رو تو اون دور و زمان آورده گذاشته مسئول برنامه تلویزیون؟ طرف زن داشت ولی همجنس باز بود. دیدید عکسشو بفرستید، عکس خودش و همسرش.
خودش و همسرش یه دختر خانم جوانی رو گرفته بود، ولی این آقا هم جنس باز بود. بعد الاغ جون من میگم فرخزاد روزی که آمد توی انگلستان صحبت کرد به خاطر این بود که شو داشته باشه. برنامهشون تو رستوران بود، میکروفون حاضر نبود، گیتار حاضر نبود، این حاضر نبود، اون حاضر نبود، دوام اون پشت داشتن میکشیدن، این وایستاد جوک گفت. بله در آیه رساله آمده که اگر ما عمه شما از بالا بیفته جفت بشه به شما حلاله یا حرومه؟ چه دردی رو برای تو احمق دوام میکنه؟ سال 1980 در انگلستان، در لندن، اون موقع که تو ایران بود باید میگفت که من آمدم از آلمان، اینا هم منو خدا میدونه به چه پارتی بازی کرده بودن شومن، آقای غریب افشار، اینا اصلا الکی خدا میدونه اینا مامور ساواک بودن همشون. کسی که مسئول استخدام آقای غریب افشار بود توی برنامه گفت شما که یادته من نامه نوشتم شما رو استخدام کردم. غریب افشار گفت نه البته من خیلی استعداد داشتم. گفت آره استعداد تو میدونی ولی من نامه نوشتم. آخه عوضی اولا شما طرفدار فرخزاد هستی، برو بکن گل رو 6 فوت پایین بغلش بخواب. تو انقدر احمقی، سی ان ان رو نگاه کن، فرید زکری صبح میاد برنامه میذاره ساعت 9:10، ساعت 2 بعد از ظهر دوباره تکرار میشه. اندرسون رو نگاه کن ساعت 9 شب برنامه میذاره ساعت 1 شب دوباره تکرار میشه. اون وقت تو الاغ 3 روز نشستی، البته خوشحال شدم به خدا دیروز همینجوری خندیدم گفتم ببینید کدوم احمقی 3 روز میاد منو میبینه با همین پیرن. حالا من آدم پولداری نیستم، فقیرم، اینجور نیست که هر برنامه اجرام کنم پیرنو بندازم دور، ولی با همین پیرن زیرشم تاریخ نوشتیم. بابا نگاه کن افکت 2 ممنون از آقای علی آقا. دوشنبه 28 خرداد این کرخه از چهارشنبه میاد نگاه میکنه میگه آقا جمعش کن، امروز چهارشنبه شما نوشتیم 28 خرداد دوشنبه. آخه ایماش فکستنی. حالا اینا کیا هستن؟ اینا کسایی هستن که حتی خانوادهشون دیگه باشون زندگی نمیکنه، حتی خانوادهشون باشون حرف نمیزنه. من سالها پیش نمیدونستم که جامعه ایرانی اینجوریه که قبل از کارمون خیلی خرابه. یه نفر زنگ زد گفت آقا ما پدر مادرمون براشون دستگاه خریدیم. گفتن دستگاه چیه؟ گفت همین ستلت خریدیم گذاشتیم اینا خوشحال باشن، ما نمیرسیم بهشون. شما میای خبر میگی؟ گفتم خبرایی که گفتم درست بوده. گفت آره خبرها درست بوده ولی اینا غمگین میشن. گفتم آها شما میخوای مطرب برای مامان بابات با استخدام کنی؟ $200 دادی که نانو بابات بهت زنگ نزنن دیورینگ د دی، مزاحم پول ساختنت نشن، خجالت بکشین. این آقا، حالا گوش کنید، من خرم که روز جمعه برنامه ضبط کردم زیرش نوشتم جمعه است، ولی این آقا باهوشه، طرفدار پادشاهیه یا طرفدار رجبیه که 3 روز نشسته نگاه کرده و کرخر هنوز نفهمیده که این برنامه تکراریست. گوش کنید. اگه یه موی فرخزاد تمام هیکل شما میارده، آخه مسخره بازی هم بسته دیگه. هرکه ننش خر کرد اومده تلویزیون درست کرده، تلویزیون مردم، تلویزیون کشتم هم نیست. آقای خاک در سر، یه تلویزیون درست کنه هر روز نمیگه روز جمعه است، تا دو چه دوشنبه نمیگه روز جمعه است و خجالت هم بکشیم دیگه. دوستان خدا وکیلی، خدا وکیلی، مهم نیست سنتون چند سال باشه، بنویسین که مثلا من نصف عمرم همچین خری ندیدم، من همه عمرم همچین خری ندیدم. بعدم مگه پوفیوز دست و پات بستن نشوندن؟ آقا کسی هست این برنامه من به عنوان شکنجه به مردم نشون بده؟ نکنه واقعا یه سیستمی اینجا هست برنامه من به عنوان شکنجه به این کره خرا نشون میده؟ الاغ نگاه نکن، برو برنامه میبودی رو گوش کن، برو برنامه نوریزاده رو گوش کن، برو برنامه شهریار آهی رو گوش کن، برو برنامه فرخزاد بذار. در وا نمی کنم، در وا کرده بود پس و پیش، حالا میگه در وا نمی کنم. آره دیگه دوباره در بسته، مثل این جراحی که میکنن تو ایران، میرن چین یا از چین نمیدونم. باورتون میشه بیای بشینی اینجا برای مردم برنامه اجرا کنی؟ یه اولاغی مثل این، یکی دوتا هم نیستن ها. میگم که حالا تازه اون که دوستمونه، اون که باسواد بوده 5 دقیقه صحبت کرد، دیدید چی گفت؟ 35 میلیون ایرانی اشتباه کردن، رجوی مرحوم مقاومت کرده و ایستاده، ایستاده، حالا هم که مرده، حالا مریمو میبریم، خواست رئیس جمهور بشه، نخواست کوین بشه، ماشاءالله بهش هم که میاد.
باورتون میشه هر کی اینجا وایس بوده باید خود این آقا گله میکنه که چرا هیچ کدومشون برنامه ندارن، همشون برنامه بعد از پیروزی و فرار آخونده دارن. هلو حقا هم همین بود، حقا هم میگو من اینجا میشینم، از آلمان هم از 9 قسمت پول میگرفت به خاطر بچهش، به خاطر که زن نداشت، به خاطر این. بعد حالا اگه رفتن و شدن خب منم میرم یه کاره میشم. همین آقا از همون هاست که خود فرخزاد میگو به هم گفتن پشم سینه فرخزاد باعث انقلاب شد، بالای ویدیوها هم تاریخ داره. خدا پدرت بیامرزه، خیلی ممنون. این مجید اگه نبود من باید چیکار میکردم؟ این مجید شده سنگ صبور من، مرسی، ممنونم ازت. میگه همین آقا احتمالاً تو دوره شاه کسی بوده که فرخزاد گله میکرده، میگفته که اینا میدونی دکمه پیرنش تا اینجا باز میکرد، پشم سینهش اینجوری و اونجوری، شقیقه تا اینجا، موها اینجوری، خنده ها اونجوری، مردم بدبخت گرفتار، زاغ نشین، حلبی آباد. خب اینا رو میدیدن، شوهره دختر جوون میاد، اون یکی میاد، اون میاد، این باشون هم میلاسه هم چی میکنه، عقده‌ای شدن مردم. فیلم سینمایی کارگره یه هفته زحمت کشته بود، آجر انداخته بود بالا، میرفت فیلم سینمایی میدید، میدید نمیدونم خانم حاله نظری که زن آقای شجره بوده لنگشو باز میکنه، میری هم با مماش بازی میکنه. بعد میگه خدایا خب پس اگه اینا ایرانه من کجا زندگی میکنم؟ اینایی که امروز میگید کاش فلسطینی بودی، ایران قدیم هم اینجوری بود، یه سریش همین خیابون پهلوی شمیران بود، تهران بود، یه سریش ایران بود. بله شیراز هم خیابون ارم و اینایی داشت، بعد یه سریش دروازه قصابخونه و خاتون و نمیدونم کوه زهرا و اینا بود. آقا خراب بود، آقا بشین حرف اردشیر زاهدی رو گوش بده. حالا این نوشتارم براتون بخونم، من نمیدونم، به این دوستمون گفتم من میخونم ولی نمیدونم کی بوده کی نبوده. آقای صوربی خودتون قصدی بشین بعد این ملت حرف از همبستی. آهان این آقای مهران احتشامزاده، من یه ویدیوی شو دیدم، خب میدونید که ایشون فارسیش خوب شده از موقعی که با ایرانی ها صحبت میکنه، جوان بوده بچه بوده بردنش آلمان یا اونجا هرچی، آلمانیش بهتره، کمک میکنه اینا. ولی جالبه آقای احتشامزاده میگه که من کاری نیستم، من فقط کمک میکنم به پناهنده ها. بعد تازه ذره‌بین رو برداشته، ذره‌بین اونم به این بزرگیه، مال من حالا اینقدره، به این کوچیکیه، ذره‌بین اون به این بزرگیه، برداشته این گروه ها رو گذاشته زیر، یا زیر ذره‌بین نگاه میکنه و به اینا میگه برید آقا جمعش کنید. اولا یه چیزی، همه میگن آقا برید جمعش کنید، آقا طرف معرکه گرفته، شما هستی که وای میسی نگاه میکنی یا میری. شما حق نداری به طرف که میخ زده به دیوار، پرده رو کوبیده به دیوار، بگی جمعش کن برو، برای که این چیزایی که میگی دلخواه من نیست. خود شما هم یکی از این معرکه گیرا هستی. جالب اینه که خود شما نه اپوزیسیونی نه رهبر اپوزیسیونی، ولی همه اینا رو میبری زیر سوال. آقا شما برو دنبال کارهای اجتماعی، دنبال کارهای رفاهی. اتفاقا قرار بعد از مسافرت با هم یه صحبتی داشته باشیم، چون خیلی چیزای فارسی رو که میگه غلط میگه و این غلط گفتن به ضرر خودش تموم میشه. من وقت نداشتم، چون بهتون دروغ هم نمیگم آقای احتشام زاده، شما اگه بخواید من ادیت کنم، یعنی بشینم نگاه کنم بهت میگم، حالا پتیک میگه از فردا باید ساعت $500 من بدید، من مثل پتیک برات بنویسم که آقا دقیقه دو شما اینو میگی این غلطه، این اگه افغانی یاد گرفتی ترجمهش میکنی به فارسی غلطه، افغانیه میگه آقا شما غلط کردی، ایرانیه میگه شما اشتباه میکنی، افغانیه میگه ما فردا جاکشی داریم، ایرانیه میگه ما فردا اسبابکشی داریم. شما اگه تو برنامه ایرانی بیای حرفای افغانی بزنی خودتو خراب میکنی. حالا هم اینجا با فنگلیسی برای من نوشتی اینجا ترکا یک چنال تیوی باز کردن، همه ترکا، آقا این چه حرف مزخرفیه که میزنی؟ من تو آلمان بودم، من ترکا رو میشناسم، میخوای برگردم بیام آلمان؟ اگر ثابت کردم بهت که این حرفی که میزنی اشتباهه، همه ترکا با هم، خیلی از ایرانی هستن اینجا میگن همه کره‌ای ها با هم. یه رستوران کره‌ای بود تو فیرفکس، من گاهی میرفتم اونجا، هز دشمن خونین هم دیگه هستن. این حرفا چیه میزنی؟ بعدم هستن آقا ترکا خوبن ما بدیم، من بدم، شما که خوبی برو یه تلویزیون باز که همه خوبان بیان اونجا، اصلا اسمشم بذار خوبان تیوی، گود پیپل تیوی. ما اسمش گذاشتیم پیپل تیوی، مردم تیوی،
طرف میگه آقا این مردم هم نیست، کجدم هم نیست، کاش که کجدم بودم میزدم تو سرت همون روز اول با سم میکشتم نابودت میکردم. ساعت 3:01 شده، خیلی از شما پرسیدی آقا این اندیشکده چیست؟ ما هم پرسیدیم جواب دادن، حالا برای شما پخش میکنیم که این اندیشکده چیست و شما این فیلم رو ببینید. من میخوام نظر شما را درباره این آگهی به اصطلاح کوتاه 1 دقیقه و 40 ثانیه اینا داشته باشم، ببینم شما به عنوان یه بیننده وقتی این آگهی رو نگاه میکنید. بذار روشنش کنم، یه کمی کارام امروز امان از دست روز پدر از اوکی. اجازه بدین ببینم اندازه 6 به یادتونه وقتا میگفت عکس 3:4 دو قطع عکس 3:4 سه قطع عکس نمیدونم فلان این از خب بذارید من این تصویر رو به شما بدم، با دقت نگاه کنید select area اندیشکده چیست، بعد به من بگید که آیا این توضیح کامل بود، اگر ایرادی داشت ایرادش چیه. این آقای احتشامزاده صحبت از همبستگی میکنه. آقا شما طرفدار آقای رضا پهلوی هستی؟ اگه طرفدار آقای رضا پهلوی هستی، رضا پهلوی قشنگ گفته shut up and listen to me، یعنی خفه بشین و حرف منو گوش کنید. اگه طرفدار رضا پهلوی نیستی، چه کسی دیگه ای صحبت از همبستگی کرده؟ شما که تو آلمان زندگی میکنی، آلمانیا بعد این همه مکافات جنگ اول جنگ دوم دموکراتی فلان بیسار اینا همبستگی ندارن. اون وقت شما اومدی میخوای همبسته بشیم، چه جوری؟ چسب بخری بیاد ببندی با هم دیگه؟ گوش بدید دوستان. اندیشکده آگاهی و شناخت اندیشکده چیست؟ بذار ببینم صداشم دارم ببخش. آره این صدا داره. پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک. اندیشکده آگاهی و شناخت. تأسیس 1390. اندیشکده چیست؟ اندیشکده نه حزب است، نه ایدئولوژی و نه دنبال بت‌سازی و قهرمان پروری است. اندیشکده یک مکتب است، یک نوع اندیشه و راه، با اهداف مشخص و شفاف، راه و روش هدفمند و از پیش تعیین شده. اندیشکده باور دارد که مردم با گسترش دانش و بینش شهروند می شوند. شهروند در پرتو آگاهی آزاد می گردد و آگاهی آزادی به وجود آورنده سیستم مردم سالار هستند. دولت مردم سالار ایرانی پاسخگوی خواسته های مردم و برآورنده نیازهای جامعه می باشد. در سیستم مردم سالار ایرانی حقوق ابتدای شهروندان، آزادی سخن، آزادی اندیشه و برابری در مقابل قانون امری تفهیم شده و بنیادی است. شهروندان از فرصت‌های برابر برخوردارند و حقوقشان در سازمان دادن و شرکت کردن در امور سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور تضمین می‌باشد. سپاسگزاریم. خب بسیار ممنون. خود من اجازه دارم اولین ایراده رو بگیرم. نوشته خیلی ریزه، شما 1 دقیقه و 40 ثانیه هرچی صحبت میکنید اینا رو میتونید جمله به جمله که میگی همون موقع جمله به جمله هم نوشته بشه. بعد آدرس ایمیل یا آدرس به اصطلاح وبسایتتون خیلی کوچولوه، البته برای آقای لادن نوشتم، ایشون نوشتن که درستش کنه. ما باید همبسته با آقا نیست، این باید وجود نداره. آقای مهران حشمت احتشام زاده، بایدی در زندگی وجود نداره. هی باید همبسته بشید. بله شما میتونید آرزو کنید با امید روزی که همه همبسته باشن. آقا رضا هم اینجا آرزو کرد 40 سال پیش، امروز فقط اتحاد. الان 40 سال گذشته، نه دندون تو دهنشه، نه عقل تو، نه مغز تو عقل سرشه، نه موی سفید، نه موی سیاه داره، ولی هنوزم دیگه فهمید چه غلطی کرد. امروز فقط اتحاد. مردم میگن اتحاد با کی؟ شما الان اینجا اسم 4 نفر رو بنویس که قبول داری. چند نفر رو میشناسی؟ شما هم هنرمندی، هم کنسرت میری، هم برنامه گذاری، هم کمک میکنی. شما این همه آدم رو میشناسی، 4 تا پیشکشت.
دو نفر رو بنویس که قبولشون داری. دو نفر رو بنویس، بنویس کی رو قبول داری. اگه فواد پاشایی بود میگو بنویس کی رو قبول داری، غلط میگن. شما بنویس چه کسی رو قبول داری توی سازمان های اجتماعی سیاسی فلان. بنویس دیگه، هی شعار ندین. این شعار که شما میدی با اون حزب اللهی که شعار میده ما همه را به بهشت میبریم یکیه. اون هم آرزوش اینه که همه را ببره بهشت. کره خر نمیدونه، خودش هم را نمیدن. شما میگه امروز همبستگی اتحاد، چند تا دوست داری؟ شما چند سالته؟ میدونم چون تو برنامات گفتی از لحاظ هلت، از لحاظ سلامتی برات برنامه پیش اومده و کارات کم کردی فلان بیستار اینها. شما یه آدمی هستی خیلی خوش صحبت، خیلی خوش قیافه، خیلی هندسام، خیلی شیک پوش. چند تا دوست داری؟ از این چند تا دوست چند تا با شما موافقن؟ اگه گفتی بیان بریم کنسرت، ممکنه نصفشون نیاد. اگه گفتی بیاید بریم راهپیمایی، دیدید اصلا من چجوری با شما آشنا شدم؟ اونجوری آشنا شدم که فکر کنم خانم نایر از آلمان عکس شما رو گذاشته بود. من گفتم آقا این خجالت آوره. اولا شماها بلد نیستید هی پرچمو میمالید به خودتون. یه خانمی آمده پرچمو اینجوری کرده، شیر خورشید اینجاشه، دور که میزنی یه شیر خورشید دیگه هم دم کونشه. آقا پرچم قانون داره، اخلاق پرچم، اینجا بهش میگن فلگ اتیکت یا فلگ اتیک. میگه این بر بذار اون بر بذار. اون دفعه رفتم یه برنامه ایرانی دیدم پرچم ایران عین جارو رو زمین افتاده. گفتم آقا این پرچم نباید زمین رو تاچ کنه. بعد خب چیکار کنی؟ گفتم آقا دوت کتاب بذاریش بیاد بالاتر. آقا ببخشید، کسی که میخواد گوه بخوره قاشق گوه خوریش همراهش بیاره، اگه نه مجبور نیستین. مجبور نیستین، همون چیزی که شما به ماها میگین مجبور نیستین جمع کنید برید. حالا شاید مجبوریم، یکی مثل من دیوونه است مجبوره، دلش میخواد، اصلا دوست داره بیاد این طرفداران فرخزاد و قریب افشار و شاه و خمینی و اینا رو اذیت کن، مجاهدین اذیت کن. آقا من مریضم، دیوانم، یه عذری دارم. شما چته؟ پس قرار شد اسم چهار نفر رو بنویسی که قبولشون داری. بنویس اینو در سیاست قبول دارم، اینو در کارهای اجتماعی، اینو در کارهای نمیدونم اقتصادی فلان. اسم 10 تا از دوستاتم بنویس. بعد به اون دوستات زنگ بزن بگو من فردا میخوام برم تظاهرات، ببین چند تاشون با شما همبسته هستن. ما پسته و بادومیم که بریزنمون توی جعبه هممون با هم باشیم. باید سالها همدیگر شناخت، باید اعتماد. چه اعتمادی؟ طرف میگه آقا بیاین برای نمیدونم حقوق بشر، میری تظاهرات 4000 نفر میان تو واشنگتن، ماشین که دور میزنه میبینیم کرخر عکس مریم رجوی رو آورده اون جلو. حالا آقای اصغر عباس‌زاده و پرهام و اینا هم ناراحت میشن. ببخشید آقا اگه کرخر بازی در نیاری، منم بهتون نمیگم کرخر. در صورت خیلی خوشحالم آقا رضا پهلوی و آقای پارسا سروبی. نه 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 نه، دست منو به سیم برق نده، زرنگ بازی هم در نیار. من 20 سال اینجا دارم زرنگ بازی در میارم. اگر ما نشدیم لوتی، اقلا شدیم انتر، بالا پایین بپریم، مردم رو مشغول کنیم. و دیدم خیلی ممنونم ازت که توی برنامه‌تم، چون میدونی من ویدیویی که بذاری نگاه میکنم، دو سه بار وقتی رسیدی به سوربی گفتی پارتا سوربی هم از این و اون ایراد میگیره، نه فوشی دادی نه بدی گفتی. اصلا تو بدی نمیتونی بگی، تو نمیتونی فوش بدی، آدم خوبی هستی. شما منو ول کن، این 50-50 برو دنبال آقای رضا پهلوی. اون نوشته رضا پهلوی، نوشتهش چیه؟ صحبتشه که میگه با همایونه، میگه که اگر شما طرفدار پادشاهی هستید آزادید، بگید آقا من طرفدار پادشاهی هستم مثل این دوست سوربی، منتظرم که خانم مریم رجوی بیاد بشه کوین، بشه ملکه. این طرفدار پادشاهیه، یعنی بنده خدا یه جوری گیج شده، از این بر طرفدار پادشاهی، از این بر طرفدار رجویه که اینا دشمن پادشاهی هست. اب نداره، ما صبرمون زیاده، ملت عوض میشه. شما اگه طرفدار پادشاهی هستی، ولی اگه گفتی من طرفدار رضا پهلوی هم، آقا حرف رضا پهلوی رو گوش کن. میگه آقا اون کاری رو که من میگم انجام بدی، حالا شما برو ببین چه کار گفته انجام بدی. چه کار گفته آقای پهلوی؟ برنامه‌اش چی برای فردا؟ عکس بهتون نشون بدم قشنگ‌تر. احمدعلی مسعود انصاری 4 بعد از ظهر چهارشنبه یه ویدیویی رو فرستاده و بابت 5 روزم 5 تا 20 دلار داده 100 دلار، که ما یه هفته اینجا اینجوریه دیگه، میچربونیمش برای مردم.
بعضی ها چرب میکنن، آقای مسعود رجبی انقلاب رو چرب کرد، کمک آقای خمینی کرد و ما اینجا میچربونیمش تو شیراز. اینجوریه، شما مثلا اگر 100 گرم میخریدی، طرف میگه حالا شاید ترازو من غلط باشه، یکم بیشتر میریخ که اگه بردیش مغازه اونوری، حالا یا ترازوی اون غلطه کم نشون میده، شرمنده نشه. به این میگفتن چربوندنش، مثلا همون سیبیلشو میچربونن. در هر صورت ما این فیلم رو حدود 1 ساعت مال سالها پیشه، مصاحبه وایس آف امریکا هست با آقای داریوش همایون و یه آقایی هم بود اینجا، الان اسمش یادم رفته. در صورت تو این صحبت میکنن راجع به انقلاب، مصاحبه داریوش دکتر همایون درباره عوامل سبب ساز انقلاب اسلامی که یکیش خودش بوده، خواهر ایشون هنوز زنده است، حالا خودش فوت شده، آخرم نگفت که این همون کسی بوده که اون نامه رو نوشت و به اصطلاح بنزین ریخ روی آتش انقلاب، مرد رفت خدا رحمتش کنه. ولی باور دارن یه فلسفه هست که دلم از این خرابی ها بود خوش، زان که می دانم خرابی چون که از حد بگذرد آباد می گردد. میگه انقلاب از اونجا شروع شد. ایشون از من میپرسه شما طرفدار چی هستید آقای سوربی؟ بسیار ممنونم. من سال 2001 وقتی که از کار آمریکایی و اینا اومدم، به اصطلاح با ایرانیات بیشتر درگیر بودم، از 98 تا 2001 سه سال، گفتن بذار بریم یه نگاهی به اینا بندازیم ببینیم کی به کیه. خب ما بریم، اینقدر میگن فقط حیوانه که سیاست نداره، ما بریم با سیاست بشیم، اقلا اگه نداریم بریم اداشو در بیاریم پوز بدیم. راه افتادیم، نمیدونم این یکی کیه، آقای سعید، دکتر سعید سالنیا یا مجید آذری چی میگن، گفتیم آقا اینا که همه رو قبلی‌ها گفتن خراب کردن، او یکی کیه فلان. رسیدیم به یه جایی به نام جبهه ملی ایران، گفتیم آقا عجب جاییه، میگه شما از هر حزبی باشی اون سر خود سر جاش، میتونی اینجا باش چشمت روز بعد نبینه. مرداد جان من اینو 10 دفعه گفتم، یه بار دیگه هم میگم برای شما 11 بار. ما یه چند هفته ای رفتیم، آقای دکتر اقتداری بود، آقای دکتر بهار بود، آقای دکتر انواری بود، همه دکتر 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 دکتر، بی‌سوادترینش من معلم بود. اوکی، رفتیم اونجا دیدیم آقا نوشتن ساعت 7 جلسه با شیرینی و چای شروع می‌شود. 7:30 ما هرچی شیرینی و چای هم خوردیم، 3 بارم تا حالا رفتیم دستشویی هیچ کی نیومده هنوز. ولی یه دفعه دیدیم وای چه بو گندی داره میاد از دور، فهمیدیم یه کسی که از چلو کبابی رفته خورده، حالا داره آروغ میزنه، داره میاد. آروغ هم که میزنی چلو کباب و پیاز و اینا دیگه میدونی، گفتیم بله دارن میاد، این دکتر اون دکتر میمدن، همه هم وقتی مینشستن رو صندلی ها همه اینجوری بود. یه 3 هفته ما رفتیم جلسه اینا، نه 3 تا 2 هفته در میاد اینجوری، از یه چی بود، یه 3 برنامه. اینا گفتن ما میخوایم منشعب بشیم، گفتیم منشعب از چی؟ ویرجینیا میخواد از مریلند جدا بشه. حالا وقتی اومدی آمریکا، ای خواستی دعوت میفرستن، دعوت نامه بیا اینجا، وقتی اومدی نشونت میدن اینجا داریم رانندگی میکنیم، وسط پل نوشته به مریلند خوش آمدید، یعنی ویرجینیا و مریلند چسبیدن به هم یه رودخونه که آقای رضا پهلوی هم چون دوست داره لب آب بشینه هنوز تارت میگیره، اونجا خونه داره. اینا مریلند و ویرجینیا رو منشعب کردن. گفتیم آقا این مورچه جبهه ملی چیه که حالا شما کله پاچه‌شو میخواین بدین اون و نمیدونم دل شکمشو بدین این و ما گفتیم آقا نخواستیم، ول کردیم اومدیم. از اون موقع تصمیم گرفتم نه جزء هیچ سازمانی باشم، چه سیاسی چه اقتصادی چه اجتماعی چه فرهنگی چه هنری، و بتونم مستقلانه انتقاد کنم. حالا هم داری میبینی قریب خودیم هم حالیم نیست، سگ نازی آباد همه رو میگیرم، هر کی یک کاری میکنه اشتباهی میگم اشتباه نیست، بیاد ثابت کنه اشتباه نیست. و اما پریروز آقای سهراب چمنارا یه ویدیوی فرستاد، نشون دادم تا حالا چندین بار توی تلویزیون مردم، تا روز چهارشنبه میذارم نشونتون میدم، و توی این دعوای ایشون هست با 2 نفر از دیگه. وقتی میگیم آقای سهراب چمنارا، خب ایشون از من مسنتره، وقتی میگیم از من مسنتره دیگه میدونی خیلی بده، من 62 ساله وقتی بگم یکی از من مسنتره یعنی روم نیومده بگم ایشون پیره،
اوکی، دعوای پیرمردا شده، این به اون فحش میده، اون به اون فحش میده، همان به هم میگن مزدور جمهوری اسلامی. این جالبه، اون وقت اون وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی تا پارسال میگفت از هر 3 نفر ایرانی که در خارج میشینن با هم صحبت میکنن، 2 نفرشون فکر میکنه اون یکی دیگه مزدوره، یعنی این دوتا فکر میکنن این دوتا فکر میکنن این و این فکر میکنن این. ما هر جا میریم به این ختم میشه. ابراده الان میگه 3 نفرشون فکر میکنن اینا مزدورن، یعنی این میگه این. خب همه همدیگر مزدور برای چی؟ برای که من یه چیزی گفتم که به ذوق اون نیامده یا به عقیده اون به اصطلاح باورش چی بگم، والله اصلا آدم زبونش من میاد. خب آقا من اینو می‌نویسم، شما اون می‌نویسید. من یه عکسی رو دیروز آقای دکتر گنجی نشون دادم، بعد دخترش برداشته برای من فوش نوشته، خانم رکسانا گنجی، اونایی که می‌شناسنش می‌دونن ایشون ماشاءالله خیلی دهان قنچه‌ای داره و هنوز باز نشده، همینجور قنچه مونده، بالا و پایین همه قنچه است. این اینجا چون بابا جونش دولت ایران رو سو کرد، پولایی که دولت آمریکا نگه داشته بود دادن به یه مشت مثل اینا که تونستن پرونده بیارن، موقعی که من و توی بیچاره داشتیم کار میکردیم ساعت 8 دلار، این پدر سوخته ها که از باز از مارکت و دادگاه ها و اینا خبر داشتن، مدارک قلابی ساختن اینا، آوردن هی رفتن دنبال پولا و پولا رو گرفتن. بله، برای این بچهش خونه بخره، برای اون بچهش خونه بخره. بعد رکسانا گفت آقا چطور میشه ما میگی بابام برای من خونه خریده، بابای من فقط برای من یه آپارتمان خریده. بله اینجا آپارتمان داریم 3 میلیون، خونه هم داریم 50,000 دلار. حالا عکس این آقای گنجی، کسی که خودش یکی از مخالفان شاه بوده، بعد اونجا دیدن آقا این مثل آخوندا دیدی میکنه بیرون اینا رو، بعد طرف میگه آقا من فرار کردم آمدم، بعد معلوم میشه آقا در واز گذاشتن، کلید و چراغ قوه و کلید ماشین هم بهش دادن، گفتن فرار کن ساعت فلان. اینم دور شاه وقتی یکی مخالف بود یه جوری میآوردنش به اصطلاح حقوق بگیرش میکردن. گویا شنیدم من این خانم فرح با این یک فامیلی داشتن، یعنی این از آقای چیز میپرسیم، این آوردن بهش گفتن آقا این برونور خارج حرف میزنی زرزر میکنی بر علیه شاه، بیا تارم میاریم اینجا بوگند و آلودت میکنیم قشنگ مثل خودمون بشه. دوستان به این عکس با دقت نگاه کنید، میبرمش براتون نزدیکتر ببینید، کاسه که دست شاه هست و این آقای دکتر گنج. بله این سر و صورت دکتر گنجی دستش، اینم کاسه ای که شاه یه مسکه پهلوی میریخته توش به اینا میداده، این بدبختا تا کمر دولا برای یه سکه پهلوی. خب معلومه وقتی یه کسی همچین حکومتی داره، بعد یه آقای میاد دروغ میگه، میگه به فکر نمیدونم امروز تو نباشین من اون دنیا رو براتون میدم و فلانا، مردم بدبخت میرن دنبالش. البته این دوست ما میگه همه نفهم بودن فقط رجوی فهمید. آفرین به فهم این رجوی، واقعا این رجوی باید ای کاش دوت تا بود که اقلا میبستیم به یک گالسکهی دوتایی میرفتیم. و اما بهتون گفتم که اینایی که به ترامپ دل بستید، این شارلاتانه، این نپولاره. اتفاقا همین شهری رو که گند زده، نیوجرسی آتلانتیک سیتی، این رفیقمون بیاد تعریف کنه. این ترامپ عکسش بعد از دیدار با نورد کوریان، میدونی که براش جوک ساخته بودن، میگفتن دلیلی که از این پسر خوشش میاد اینی که اولا این پسر خارجیه، بعدم جوونه، میدونی چون زنای ترامپ همشون یا نصف سنشو داشتن و همشون هم خارجی بودن، این ستایی که تاله هست، یک نفر آمریکایی بوده، این خانم استورمی که حالا خدا میدونه چقدر اون موقع پول داده، چقدر هم 130,000 دلار داده، ولی پدرش داره در میاره و همه گندا اومده بالا. ضمن دیروز یه گند دیگه از این ترامپینا آمد بیرون که توی ماه می هم قبل از انتخابات اینها با روسیه در تماس بودن و همشون گفته بودن که ما همچین چیزی نداریم. از دیروز یکی یکی زنگ زدن به دادستان گفتن آه زنن ما اشتباه کردیم، یه دیدارم داشتیم. حالا این دیدارا اجازه بدیم ببینیم گند کی بالا میاد. یه بار دیگه آقای ترامپ رو ببینید که بعد از آمیزش با کیم به چه صورت در اومده، یا کیم به چه صورت در اومده، هرچی. و به زودی عکس ترامپ با خامنه ای رو خواهید دید.
و اما اینم بهتون نشون دادم، اینجا گفتم عکس چی؟ عکس فادرز دی هم نشون دادم. بله اون دوستمون که راجب شاه نوشته بود اونم نشون بدم. حالا بیایم یک کمی موضوع رو عوض کنیم. شما حتما کراوات دیگه میدونید چی، الان تو ایران هم خیلی مد شده، طرف میخواد بره بستنی فروشی هم کراواتشو میزنه که به این وسیله نشون بده که این مخالف شاهه و مخالف شیخه و دیگران هم به به و چه چه کنن. اینم یه عکسی که یکی از دوستان فرستاده و گفته این بنده خدا فقط کراواتش رو پایین بسته، یکم میذارم نگاه کنید و بالاش نوشته، نوشته خیلی شیک و مجلسیه فقط کراواتش یکم پایینه. این آدمایی که جوان که بودن ورزشکار بودن هیکل خوبی داشتن، حالا که پیر شدن هی میخوان ادای جوانی و ورزشکاری رو در بیارن. مثلا آقا این دو بنده یا این زیرپوش، این مرد حسابی، این روزی که جوان بودی لابد این اینجاد بوده، الان عباس کهنه شده اومده دم خشتک، خشتکت هم که کراواتت اینجوری آویزون. یا از نزدیک نشون بدم یا ولش کنی بنده خدا آبروش میره؟ نه بذارید، مواظب باشین دوستان کراواتتون رو خیلی پایین نبندید. میدونی که ترامپ هم کراواتشو خیلی این هم از این. بله این فکر کنم دوست همونه که از فرخزاد دفاع کرد. فرخزاد آقا یه هنرمندی بود، آمد حالا گرفت نگرفت هرچی، بعدم آخر کار رفت با جمهوری اسلامی. برو حرف همین دکتر گنجی رو نگاه کن، نوکر دست به شیرینه شاه، که میگه آقا فرخزاد دید امیدی. آقای مرداد اعتشامزاده، شمایی که مهران، شمایی که هنرمندی، فرخزاد دید آقا ایرانیا اصلا قدر هنرمند رو نمیدونن هیچی، حالا این سیاست مدار شده قدر سیاست مدار رو نمیدونن هیچی، آمد آمریکا با تمام هنرمندا دعوا، چون دید اینا اینجا وایسادن کار کردن 20 تا 30 تا مشتری دارن عروسی میرن اینها، این مونده بدون هیچی. درست مثل رجبی که شروع کرد تیز کلنگ انداختن چون راش نمیدادن، اینم شروع کرد دست پا زدن. بعدم از دفتر اونجا که دفتر ندارن، از سفارت گویا رفتن سراغش و گفتن آقا میخوای بری مادر تو ببینی بی برو و فلان اینا. اینه که میگن کشت شدن فرخزاد دو داستان قوی تر از این داره. یکی این که چون با اینا رفت و فلان اینا کشتنش و این شروعش بوده. بختیار هم همین ماجرا بوده، بختیار میگن یک کمی تریاک هم مؤثر بوده، اونی که براش میورده تریاک و اینا کشتنش. یکی دیگه مسئله همجنس بازی فرخزاد بوده که اینها مازوخیسم هستن، خدازاری میکنن، بعضی هاشون دیدی شلاق و نمیدونم تسمه و توپ میکنن تو دهن هم دیگه و فلان اینها، طرف رفته هندونه خریده، خوراک خریده برای اونایی که دارن میان خونش، اومدن معاملهشون نشده هم دیگر کشتن. در صورت اینم از این اون دوست دیگه بهت نمیگم، اگر مخالف باشی دوست من هستی، ولی اگر مثل اون احمقی که شماره تلفنش بهتون گفتم 908 زنگ بزنی، تو نشون میده که بدونی که منو بشناسی دشمن شدی، و چون دشمنی همونجوری که از این دوستمون پرسیدم، پس رجوی مسلحانه بر علیه دولت و به گفته شما دولتی بوده که 35 میلیون حمایتش میکنن. آقا خیلی خراب کردی، دولتی که 35 میلیون حمایتش میکنن، یه احمق حق نداره با اسلحه بیاد برخلافش. خب میزنن میندازنش بیرون. خراب شد آقا، اصلا من باورم به شما از بین رفت. دکتر گنجی رو نشون دادم، صحبت از مجاهدین مریم خانم رو نشون بدیم که چه نازی میکنه. یادتونه فیلم های هندی گودی گودی ها میخوندن برای همه برای هم دیگه؟ این آقای ترکی الفیصل گودی گودی ها داره میخونه، خانم مریم هم داره مثل مرغ خرامان طاووس پیر راه میره، گودی 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 یا مریم بیا مریم بیا. ترکی الفیصل و دوست عزیزی که از نیوجرسی زنگ زدی، نه اون نیوجرسی که احمق بود، شمایی که من قبول دارم دوست داداشم هستی، ترکی الفیصل دو سه سال پیش توی یکی از این برنامه ها بدون این که به اصطلاح با رجوی و اینا با مریم چیز کرده باشه، آمد گفت سیدال و سایاتی مریم مرحوم مرحوم رجوی، یعنی مرده های آقا، معطل نشد دیگه، اگه میخوای بله رو بگی پشت بیا بله رو بگو. حالا این عکس شما دیدین،
حالا بیایم بریم یک نگاهی بندازیم به خانمایی که مجاهدای زن هستن و من این دو عکس رو اگه بتونم براتون میذارم کنار هم اینجا مقایسه کنیم. دوستان اینم عکسی از مجاهدین، افرادی که جوانیشون رو توی سازمان گذروندن و قیافه ها رو نگاه کنید چقدر شاد و بشاش. و این نتیجه 40 سال ایستادگی آقای رجوی دوست عزیز هست. چه کرد با این ملت؟ ببینید حالا من براتون این دوتا عکس رو میذارم کنار هم. اینا همشون همسن همین مریم رجوی هنه آن، ولی ببینید اون قیافش چجوریه، این قیافش چجوریه. و جالب اینه که وقتی به ترشیزی و غلام ترشیزی میگم، غلام ترشیزی میگه خب آدم ها روزای خوب و روزای بد دارن و این عکس شما روز خوب مریمه و روز بد این خانم ها. میگم شما لطف کن از روزای خوب این خانم ها هم برای ما عکس بفرست، چون عکس توی وبسایت خودشون هست که این خانم ها دارن گاری هل میدن، بیگاری انجام میدن. دوستان این عکس ها رو نگاه کن، خانم های سیبیلو. این مجید خدا نکشته. بله خب مهران ایول گفتی ولی نفهمیدم ایولت به چی بود. بله بله خانم های سیبیلو بند خدا، خب اینا امکانات ندارن، مشغولشون کردن شستشوی مغزی، هی پیروزین پیروزین. شما دیدی این دوست ما از یه کشور آزاد چجوری داره سنگ رجوی رو به سینه میزنه؟ اجازه بده من این دوتا رو پاک کنم. ولی اگه یادتون باشه اون روز با آقای دکتر شهرام ایران بومی صحبت کردیم راجع به این که یک کلاهبرداری که من هم خودشو میشناسم هم خانواده‌اشو میشناسم، اینجا کلاه چند نفر برداشت و رفت اربیل. آقای شهرام، دکتر شهرام ایران بومی گفت آقا این اربیل چون میخواد یک کشور به اصطلاح میخواد نشون بده که با دنیا در رابطه هست، اون پلیس بین الملل و فلان و بیسار و اینها با هم کار میکنن و یک کیسی اینها داشتن و این عکس برای من فرستاد. گفتم آقا این عکس پلیس چیه برای من فرستادی؟ گفت که این همون پلیسیه که رفته اربیل و اون کسی که آلمان کلا سر مردم گذاشته دستگیر کرده و آورده و تحویل دادگاه داده. من این عکس پلیس دیدم، گفتم خب خیلی ممنون. ولی برام یه چیز جالب بود، این باز برمیگرده به اونایی که ورزشکار هستن. اولا دیدید اینایی که بادی بیلدرن به اصطلاح این ورزش بدن چی میگفتن تو ایران، بدنسازها، خدایا همه چی یادم رفت. مثلا یه پیرن میخره که آسینش تنگه، اصلا میخواد پاره بشه که اینجوری بازوش بیشتر معلوم باشه. شما بازوی این آقای پلیس رو نگاه کنی، این من نمیدونم این چی بسته، این بازوبندی که بسته این اصلا رگای خونش اینا رو داره میبنده. نگاه کنید چجوری اینجوری، در صورت اینم برمیگرده به همون ورزشکارهایی که همیشه فکر میکنن هنوز هم ورزشکارن و همون لباسهای قدیم و این چیزها رو میخوان بپوشن و نمیشه. احتمالا ایشون هم این دستبند رو موقعی که اومده توی اداره پلیس بهش دادن یا خریده و هنوز ازش استفاده میکنه. در صورت اگر کیسی دارین که میدونید طرف در رفته رفته این ور و با آقای شهرام ایران بومی توی آلمان تماس بگیرید، ایشون ممکنه بتونه به شما کمک کنه. خب برگردم یکم به این مهران اذیت کنم چون نشون داده طاقت شوخی و اذیت رو داره. شما اگر دو نفر رو قبول داری، یکیش آقای رضا پهلویه یکیش من سوربی، من بهت پیشنهاد میکنم اگه میخوای ایران آزاد کنی بلند شو برو ایران، نه مثل این کامران قادری عقب افتاده بدبخت رفت ایران رفت زندان اومد الان شبی 10 نفر 15 نفر 60 نفر میشینن این هم گوشه یه چادری میخنده روزتون باشه شبتون باشه. یکی به این نیست بگی اصلا روزتون باشه شبتون باشه یعنی چی؟ یه مشکی آدمی هم که یا یه چطول عرق خورده یا یک سیگار بنگی بنگی کشیده نشستن به این بدبخت خدا زده تو سرما و گرما چی میکنن؟ مثل این نره ایران ها، قشنگ با هواپیما برو ایران، اونجا بیا تو زنه رو ببینید چجوری تو خیابون داره مرگ بر خامنه‌ای میگه، برو وایسا اونجا. ولی نه این ویدیو رو نبین، چون اگه ویدیو رو ببینی اون وقت میبینی ایرانی که نمیاد کمک این زنه که داره فریاد میزنه مرگ بر خامنه ای،
آیا میاد به تو کمک کنه آقای احتشام زاده گرامی؟ نکن از زیبا نساز. بله زیبایی، زیبای اندام، باریکلا باریکلا، زیبایی اندام خدایش. این زیبای اندام ها زیبایی اندام دارن، میره شونه رو میکنه اینقدر، هر روز صبح یه مشت قرص استروید میخوره بازو میشه اینقدر، همشون قنبل که ندارن هیچی. بعد گفته شده که زیبا اندام ها از لحاظ مردی و اینا هم یک کمی کوچولو میشه و اینها بماند، پاهاشون هم مثل پای مرغه چیکن لگ، چون اینا همش تو آینه اینجا رو نگاه میکنن میشینن دمبل میزنن، چون سخت بشینی پاکار کنی همه اینجوری اینجوری. بعد تو خیابون کرامیان انگار که دو تا هندونه گذاشتی زیر بغلشون باید اینو فشار بدن نیفته. والا این زشتی اندام بیشتر میاد باهاش تا زیبایی اندام. بعدم اندام جمع دیگه نه. مرسی فرخ عزیز. دوستان عزیز کم کم داریم به آخر برنامه میرسیم، یکی دو تا آگهی داریم، اندیشه رو بهتون نشون دادم، اندیش کرده چیست، نظرتون رو درباره این بگیم. به نظر من نوشته ها کوچک بود، میتونن هر جمله ای رو که دارن میگن اون نوشته بیاد. من کار ادیتینگ و فیلمسازی نمی کنم چون هم وقتگیره هم سلیقه خوبی ندارم. خیلی یعنی حقیقتا بهتون بگم پرفکشنیست وقتی باشی خیلی سخت بگیری، یه چیزی رو که قرار 30 دقیقه تموم کنی 3 ساعت وقت میذاری. حالا شما بیا به طرف بگو آقا من 3 ساعت کار کردم. میگه آقا من هیچی، میبریم نشون یکی دیگه میدیم. این 3 ساعت کاره، به هر کی نشون میده میگه نه آقا این 5 دقیقه است. من به همین خاطر کار نمیکنم مگر اینکه طرف بشینه اینجا بهم بگه این کارو کن، این اسمو بنویس بردار، بعد بگه نه خوب نشد پاکش کنم. بگم حالا چند دقیقه فیلم تولید کردی؟ میگه هیچی. میگم حالا دیدی؟ حالا من میدونستم به شما بگم یک ساعت نشستیم اینجا و هیچی فیلم هنوز درست نکردیم. مچ پا رو، مچ یارو خب چه کارش کنم؟ مچ پا رو خب چه کارش کنم؟ نمیفهمم نمیفهمم این یا مچ پای یا مچ یارو. خب بیاین بریم دیگه. براتون اینجا چی گذاشتم؟ عکس کراوات که پایین بسته بود نشون دادم، عکس مریم و مجاهدین نشون دادم، عکس پلیس رو نشون دادم، عکس دکتر گنجی گدا برای یه سکه اطلاع رو نشون دادم، ترامپ و کیمی نشون دادم و این نوشته رو بهتون نشون بدم که این دوستمون نوشته. ببینم میتونم براتون بخونمش اینجوری یا بیارمش توی ایمیل که شما ببینید. خیلی هم طولانیه، برای این دوستم نوشتم. اولا این طولانیه، بعد من نوشتم اینا طولانی است. الان برنامه بیارمش توی صدای خودمان داره بیاد. اوکی آها رفته این برنامه زنده رو باز کرده. خب بذارید ببینیم، اینم از این، اینم از این، چقدر صفحه بازه. ای داده بیداد، ای داده بیداد، روی فیسبوک باز کنم براتون این نوشته رو بیارم. یک لحظه امانم ده. هم موقع شادم چون برای آقای انصاری فرستادم، شاد تو ایمیل آقای انصاری باشه. بعض وقتا باید کلک بزنی اگه از این وری نمیره، از اون وری پیداش کنی. سن میل آقای انصاری، احمد علی مسعود انصاری، این چند ساعت ببینم. خیلی هم طولانیه این، هر کی بوده مثل که خیلی وقت با چیز بوده، با شاه بوده. آقای انصاری دو سه تا نو ایمیل میفرسه، من اینجا وقتی میگیرم یه کمی کانفیوز و گیج پیداش کردم. قسمتی تازه حالا این هرچی بوده نوشته، تازه میگه این قسمتی از هرزگی های آقای محمد رضا خان پهلوی خان هست. و ببینم که چجوری من میتونم این صفحه رو برای شما اینجوری کنم که خیلی مشکله. ما اینا رو در صورت بابا حرف من دیگه قبول دارید، میدونی من بعد 20 سال قرار بود دروغ بگم که الان چی میگن ایمان اونم برباد رفته بود. چقدر با ایمان دیدیم ما وقت شروع کرد. کامرای دو اینجا، نمیدونم مثلا چجوری من اینو بیارم تو فریم این پایینش. در صورت خب حالا نمیتونم بخونمش، ولش کنید برگردم. شما قبول کنید که اینو یک بانوی ایرانی برای من فرستاده و منم بهش گفتم که خانم من این رو نمیدونم، این باید کسایی که در
با شاه بودن و اینها، که اتفاقا آقای انصاری حرف قشنگی زد، گفت من جزء درونی بودم، اندرونی یا درونی، میدونی وقتا خونه ها اندرونی و بیرونی داشته، هم مهمون که اومده بیرون نگه میداشتن. خلاصه ایشون گفته که یک کسایی بودن که اونایی که بیرونی بودن وقتی شاه میخواسته بره ددر با اونا میرفته، نمیمده که با من برن. قسمتی از هرزگری ها، هرزگی های محمد رضا پهلوی به اطلاع میرسانه که متاسفانه به دلیل افشاگری این جانب، این جانب کی؟ خانمی که برای من اینو فرستادی، گفتم این جانب باید اسمشو مینوشت. البته دیدم آقای احمد فراستی یه جایی نوشته حالا شاه اللهی ها شروع میکنن به فوش دادن، نمیدونم مقاله یه کسی رو کاتن پیس کرد، به اصطلاح کاپی اند پیس کرده بود یا مقاله خودش رو میگو. در هر صورت تا اونجایی که من خوندم اسم کسی اینجا نیست، و چون اسم کسی نیست به نظر من نباید اصلا بخونیمش. میدونی چرا؟ چون اون وقت اون چیزای دیگه‌ای که میان میگن، مثلا آقای احمد علی مسعود انصاری میان میگه آقا این دختر فلان خواننده دوست علیرضا پهلوی بود، آوردش پهلو داداشش که ببینید داداشش میپسنده، داداشم خیلی آدم خوبیه رضا پهلوی، گفت خب من همینجوری نمیتونم بگم، باید امتحان کنم ببینم میپسندم یا نه. آقای انصاری بهش گفته خجالت بکش. بعد خلاصه هیچی دیگه، اومده گفته من از خود علیرضا میپرسم، بعد رضا گفته من میتونم امتحان کنم، گفته اوکی. بعد گفته بابا من خلاص برنامه چهارشنبه آقای انصاری بیایید نگاه کنید که راجع به آقای شهریار آهی و همسر رضا پهلوی صحبت میکنه، میگه اینا تو خونه 17000 اسکوئر فیت، 17000 اسکوئر فیت تقسیم کنید بر 9 اسکوئر فیت مربع میشه چقدر، 17 حالا بگو 18 تا، تقریبا یه خونه 2000 متری، خونه 2000 متری باغه دیگه، نه توی خونه 2000 متری تازه اینجا حیات، اینقدر ساختمونشه حیاتش چقدره. میگه شهریار آهی خب واقعا جوان‌تر بوده، این خانمو برمی‌داره میبره تو اتاق خواب که بهش درس یاد بده. میگه من آمدم گفتم که چرا اینا تو اتاق خوابن وقتی که اینجا این همه اتاق داره. از فرداش خانم یاسمین آقای انصاری رو گفته چه شما دیگه حق نداری بیای اینجا، بد بوی، چیکار داری به من؟ صدا صاف نیست و با دور کم پخش میشه. آقا حتما شما یک کاری کردی یا من اینجا یک کاری کردم، بذار ببینم کی بود بود بود، بذار ببینیم با دور کم ما که سر جامونیم، شاید شاید اون فیسبوک روشن شد. حالا چی؟ یه بار احمد علی آفرینی یکی از دوستان خوب من، مال موقعی که هنوز آدم بودم تو کار رادیو تلویزیون نبودم، جوانی بودیم، چه روزایی داشتیم با این احمد علی آفرینش، یادت پوتینت گیر کرد زیر ترمز مزدا، نزدیک بود تو جاده تهران هممونو بکشی. خب صدا صاف نیست تو با دور کم پخش میشه، یه قطع کن دوباره بزن یا برو اون بالا، یه علامتی هست اینجوری ریفرش کن، یا به من بگو که با چه سیستمی نگاه میکنی. مثلا اگه با براوزر فایرفاکس نگاه میکنی برو براوزر کروم، با کروم هستی برو اینترنت اکسپلورر، با این ستا هستی برو اپرا، یا اصلا الان نگاه نکن برو بعدا نگاه کن. در صورت خیلی خوشحالم، امیدوارم تو هم ببینم قبل از اینکه بمیرم، حالا یا آمریکا یا هر جایی که شما هست. احمد علی آفرینی، همیشه من به تو میگفتم آفرینش، نمیدونم چرا داداشات کدوماش هستن کدوماش نیستن، یادشون بخیر. معروفترین معشوقه شاه در این دوره پروین غفاری بود، پروین غفاری 16 ساله فلان، این همون غفاری نبود بعد هنرپیشه شده بود، یه غفاری هم زن آقای بیکمان وردی بود که بعد طلاق گرفت شد زن یه دکتری، اتفاقا تو همین منطقه هم بود، نمیدونم هنوز هستش یا نه. خلاصه غفاری ها کم نیستن، یکی از این غفاری ها میدونی، غفاری ها میدونی نابینا هست، خیلی هم طرفدار شاه هست، مگر اینکه نابینا باشی طرفدار شاه باشی، ولی اگر چشم داشته باشی که دیگه خیلی بازم با نابینا باشی که با اون همه کسافتکاری هایی که اینا کردن هنوز طرفدار اونا باشی. و بزرگترین کسافتکاری شاه این بود که آخوندها رو آورد، آخوندها رو توی کاخ به اصطلاح پرورش داد. خب قرار بود ما یه آگهی پخش کنیم، نه بذارید این آگهی کتاب آقای، متاسفانه من هنوز آگهی از خانم فری شبیلی نگرفتم و ایشون هم یکی از اوناییه که خودش میگه خیلی گرفتاره،
یکی از اونایی که فکر میکنه به جای 24 ساعت باید اقلن 36 ساعت در شبان روز داشته باشیم. یه دفعه من شوخی کردم هم به ایشون هم به دیگران، گفتم اگر واقعا قبول دارید که 24 ساعت در یک شبان روز براتون کافی نیست، دفعه دیگه لباساتون رو نبرید خوششویی، خودتون نرید حمام، ماشینتون رو که میبرید بشورید شیشه ها رو بکشین پایین، این قشنگ هم خودتون رو میشوره هم لباستون رو میشوره هم ماشینتون رو میشوره. ولی ما اینجوری نیستیم. اشکال ما اینه که we cannot manage our time، یعنی وقتمون رو نمیتونیم یه جور قشنگ برنامه ریزی کنیم و قدرت کنترل خودمون رو نداریم. مثلا من نمیتونم بگم روزانه امکان نداره بیش از 1 ساعت فیسبوک نگاه کنم. میگم ای حالا اینم داریوش فرستاده، داریوش چیزای خوبی میفرسته، احمد آفرینی هم چیزای قشنگی مینویسه. این نشون میده که من کنترل ندارم، نه اینکه وقت کمه. در صورت این ایراد منه، نظر منه، ممکنه من اشتباه کنم. برنامه آقای انصاری، این ویدیو رو براتون نشون بدم اینجا با هم ببینیم. پلیر 4 صدا هم امیدوارم صاف و خوب باشه. هر کی صدا رو این گذاشته که یکی از دوستان آشنایان آقای انصاریه، کار قشنگی انجام داده. بله، با موبایل سامسونگ همه داداشا هستن، همشون زنده باشن. خیلی ممنون، یادمه تو بانک کار میکردن، مغازه داشتن. اون ساعت کازموز یادته؟ گفتی من الان به مشتریات چی بگم؟ کازموز میشه راز آفرینش. اتفاقا شما که آفرینش بودی باید میگفتی راز ما. خب ببینیم و بشنویم. آهان این موبیل و اینا همه پروگراما اون پشت دارن بازی میکنن، ورجه بوجه میکنن. بعضی وقتا مال من آیفون یه سیستمی داره که میتونم برم بزنم بگم من فقط برنامه هایی رو که باز دارم نگاه کنیم، اون پشتی ها رو خاموش کنیم. شاید این باشه، در هر صورت نمیدونم. با هم اینو ببینیم، پلیر 4 کتاب ناگفته هایی از تاریخ معاصر. به نام خداوند بخشنده مهربان، به نام خدایی که یکیست و هرچه هست از اوست و بازگشت همه ما به سوی اوست. حضرت عیسی صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید حقیقت را پیدا کنید و حقیقت شما را آزاد می کند. برای آینده بهتر باید گذشته خود را بهتر بشناسیم، به خصوص اگر هدف گروهی برگرداندن گذشته به آینده باشد. به لطف و بزرگی حضرت حق و به شکر او، به اطلاع تمام علاقمندان به تاریخ معاصر ایران میرساند که کتاب سوم احمد علی مسعود انصاری به نام ناگفته هایی از تاریخ معاصر که مکملی بر کتاب های من و خاندان پهلوی و من و رضا می باشد که شامل مصاحبه ها، مقالات و جوابیه های احمد علی مسعود انصاری است، توسط شرکت آمازون منتشر شد. از جمله عناوینی که می توانید در این کتاب از مصاحبه ها، مقالات و جوابیه ها مطالعه بفرمایید به شرح زیر است. 1. چرا شاه از ایران رفت؟ 2. تلاش های هاشمی رفسنجانی برای عادی سازی روابط با آمریکا. 3. سقوط شاه از نگاه نزدیکان فرح پهلوی. 4. فرح با فساد اقتصادی مخالف بود. 5. سقوط سلطنت تقدیر الهی بود. 6. آیت الله شریعت مداری، شاه و احمد علی مسعود انصاری. 7. نقش فرح و یاران در انقلاب ایران. 8. پیدا و پنهان رضا پهلوی. 9. جبر و اختیار. 10. پاسخ به اظهارات فرح پهلوی. 11. پاسخ به شعبان جعفری و 12. پاسخ به پرویز ثابتی. علاقمندان می توانند این کتاب را از شرکت آمازون خریداری فرمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر به توضیحات و لینک زیر این ویدیو توجه فرمایید. خب مجیدم میگه که این دوست و همشهریمون احمد آقا درست میگه و صدا مثل که با سرعت
کم پخش میشه. میخوای خاموش و روشنش کنم از اینجا؟ یک لحظه باشین. End live video. شما دوباره باید بیاین تو اون صفحه جدید. اینو خاموش میکنم. اینا هم دیگه ایرادایی که فیسبوک مثلا مجانی برای برنامه زنده ما رو پخش میکنه، خب هر کاری دلش خواست سر ما در میاره. میدونید که تازگی ها از موقع آقای ترامپ اومده این قانون رو گذاشتن که به هر کی دوست دارن سرعت زیاد بدن، به هر کی دوست ندارن سرعت کم بدن. مهم هم نیست شما چه سرعت خریده باشین. دوستانی که فکر میکنید آقای ترامپ میخواد بره دیکتاتورای ایران رو برداره، این مردک شارلاتان اون روز با فاکس صحبت کرد، گفت که من این پسرها رو خیلی دوست دارم، این کیم وقتی صحبت میکنه همه اینجوری صاف وای میسن، من دوست دارم مردم منم اینجوری باشن. اولا تو آمریکا کسی نمیگه my people، میگن my fellow American، یعنی یه جوره مثل همراه و فلان میگن، نمیگن مردم من. مردم من وقتا برای سیاه‌پوستا میگفتن، برای دیکتاتورها میگن مردم من به این صورتی که این میگه. بعد یقش گرفتن گفتن آقا اینجا که این گفت من شوخی کردم. کسی که میتونه حرفای جدی رو بگه شوخی گفتم، خیلی ساده به شما هم وقتی گفت میزنم و میکشم و اینا، امروز میگه حالا ما با ایران هم صحبت میکنیم. خب چی شد؟ بهتر شد؟ ببینیم این دوستان برمیگردند و به همون میگن که چی شده، کجا به کجاست، ما اینو روشن کنیم. توی مردم بیشتر یا از صفحه شخصی خود من نگاه میکنن، از صفحه مردم توی، ولی دیدم آقای شیرزاد جلیلی از سوئد مثلا میاد اونجا یا چند نفر دیگه. بذارید ببینیم حالا اینجا چی شده. یکی دیگه اینجا، بله، این دانلود، شیر دیگه. کم کم هم وقت ما داره تموم میشه، ولی شاید امروز یه 15 دقیقه برم اضافتر. اینی که 5 دقیقه از وقتمون رو دادیم به دوستمون رو تلفن، 10 دقیقه هم خودمون سر به سرش گذاشتیم، میخوایم آدم منصفی باشیم و به اصطلاح اونو جبران کنیم. اینه دیگه، اینم براتون پست میکنم روی فیسبوک. حالا ببینیم کیه. به این آقای هوشنگ شیرازی. هوشنگ جان چند مرتبه بهت گفتم آدرس تو توی قسمت پیام شخصی برای من بنویس تا من این کتاب آقای، خب حالا یه فرصتی شد که این کتاب رو هم نشون بدیم، کتاب خداسالاری و درماندگی. و اتفاقا پتیکم یه پیامی در این را، بابا خدا پدرتو بیامرزه، هوشنگ آمد این کتاب یادم افتاد، این کتاب نشون دادم یادم افتاد که پتیک پیام گذاشته. خدا سالاری و درماندگی، مبارزه برای عدالت. چندین جلد از این کتاب داریم، اگر دوستان لطف کنن حمایت کنن تلویزیون مردم رو، ما هم از اینجا لطف میکنیم براتون پستش میکنیم. خب بیایم پیام پتیکو گوش بدیم راجع به همین کتاب و اینکه من اون روز گویا اشتباه کردم و یه چیزی رو عوضی گفتم. بذارید ببینیم اینجا. اولا نقل فوتبال و بازار فوتبال دام و اینا نوشته که الان تحقیق کردم، دانیال ارزانی فوتبالیست استرالیا متولد خرم‌آباد به سال 1999 می باشد. خب من نمیدونم مثلا اگه بچه بوده 99 تا حالا یک سال و بردنش اونجا جزو باز شده، خب اون حرفی جدا، ولی اگه ایران بزرگ شده فوتبالیست شده بعد رفته خودشو فروخته، این خود فروختن در ورزش رسمه. شما همینجا نگاه کن، ما یه دوستی داشتیم برای تیم هاکی فلوریدا بازی میکرد، یه دفعه دیدیم خودشو فروخته رفته بوستون بازی میکنه. این رسمه. این کلمه خودفروشی هم خیلی بد نیست. گفتم هی به ما میگن مزدور، والله به نظر میرسه ما خیلی احمقیم که مزدمون دوره، اونای دیگه مزدشون نزدیکه، بعضیا مزدشون هم پیشاپیش گرفتن. دوستان اگه کسی میتونه من رو استخدام یه جایی کنه که مزدور بشم، 25% هم بهتون کمیشن میدم. یعنی دیگه ما همه چی هم بلدیم، مثلا بلدیم که بیایم اینجا نگاه کنیم تو تلویزیون، بعد بریم شما رو لاپورت بدیم، بگیم آقای احمد آقا امروز نشسته بود داشت برنامه سوربی رو نگاه میکرد، آخوندا بیان اینو بگیریم. و تو ایران اون خانمه بنده خدا تنها وایساده مرگ بر خامنه ای میگه، تو ایران اون آقای درویش، این آقای درویش هم خدا رحمتت کنه، قرار بود دروغ نگین، شما روز اول اومدین گفتین زدم و کشتم و ببینید با اتوبوس رفته بود رو چند تا پاسدار رو نمیدونم اینا، حالا گفته نه آقا من راننده نبودم، بعدم اینا اعدامش کردن، بعدم فریاد الله. آقا میدونی اصلا ما پای چوبه دارم که میریم در حال نمایش، آقا اولا داد میزدی من بیگناه هستم، که مردم بگن بابا داشت داد میزد من بیگناه هستم، کجا میگن
بیگناه تا پای چوبه دار میره، بالای دار نمیره. این که بالای دار هم رفت، خب دو ساعت برنامه اجرا کردیم، این پیرن رو در بیاریم، یه دو ساعت دیگه برنامه اجرا کنیم، باید شورت و شلوار رو همه چیز در بیاریم. خب ببخشید، این اینجا خیلی گرمه. و ضمناً یه تشکری هم کنم از آقای خسرو بهرامی، این پیرنا رو از شرکتش به ما داده و دیگه خیلی آبی آبی شد، اون پشت آبی، ما هم آبی هستیم. در صورت این پتیک بذار، پتیک میخوام پیامت رو پیدا کنم که گذاشتی در رابطه با کتاب آقای لادن، اون رو من پخش کنم. ایداد بیداد شماریات یا پتیک اینها. ببین حالا دوست عزیز، اگر من اسم شما رو میدونستم، شماره تلفن شما رو به دستگاهمون داده بودم و نوشته بودم این همشهری ما از نیوجرسی. حالا ببین وقتی پتیک پیام میذاره اینجا چی مینویسه؟ اینجا مینویسه یک پیام صدایی جدید از پتیک مهدسیان، ساعت 3:56 today. حالا جایم چه نوشته امروز، ایمال دیروز بوده. این سیستم ما مثل که کارش، فکر کنم یاهو اینا رو شماره میده یا جیمیل ببخشید. در هر صورت پیام این رو هم با هم میشنویم، چون من مثل که اون روز توپق زدم، یا سوتی میگن چی میگن، احتمالاً مشکل از فیسبوک لام، چون برنامه قبلی هم مشکل بود، اما وقتی تکرار روی یوتیوب گذاشتید خوب بود احتمالاً، چون میدونی دیگه هر کسی اومده یه تلفن میگیره دستش پخش میکنه، اینا هم روزی که میان شروع میکنن به همه میگن مجانی، بعد یه دفعه اینقدر لود زیاد میشه میمونن. چیکارش میکنه کرگلیس؟ الان شما آگهی میخوای بزنی میگی 5 دلار، اون وقتا یادتونه مجانی بود؟ پدر واشنگتن پست رو درآورد از 25 دلار گفت ما نمیخواد مجانی، چه کوفتی بود، ما زنگ میزدی میخوندی اینا، بعد که حالا فکس اومده چرا خوشحال شدونی، فکس میفرستادیم 3 روز صبر میکردی آگهی بزنی، الان می تق 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 میزدی به کرگلیس، 10 دقیقه دیگه 3 نفر زنگ میزدن میخواستن ماشین تو بخرن. حالا کرگلیس میگه نه، حرف مفت دیگه تموم شد، 5 دلار بده. این هم از این. من خوشحال میشم که فیسبوک پولی بشه. فیسبوک پولی بشه، حالا مهران وضعش خوبه، احتشام زاده پول داره، دیگران از توی نمیدونم چادر نمیشینن برنامه اجرا کنن. آقا یه شلواری بکن، باید یه پیرن، یا خود منم پیرنم دکمهاش باز کردم، ببخشید دکمه من دارم. میگه ببینی مهران جان، ما همه اون عادت داریم عیب دیگران رو بگیم، عیب خودمون رو نمیگیم. به خاطر همینه که میگن طرف یک برگ کاه، یک کاهی رو تو چشم دیگران میبینه، ولی فلان چی و فلان جای خودش نمیبینه. خب اینو که من نساختم که، این تو فرهنگ ما. من میشینم از تمام اپوزیسینا ایراد میگیرم، شما تازه میشینی از تمام اپوزیسینا ایراد میگیری، هنوز که هنوز بعد از این همه سال تازه رسیدی به سوربی و شازده، یکیش که شازده پلویه، سوربی هم که بیحاله. کارمون خیلی درسته. پتیک رو با هم گوش میکنی. مرسی پتیک. کاکو جون سلام، پتیک هستم. در 12 جون آقای آریانپور در وبلاگشان در مورد نقشه‌های ایران از هخامنشی تا پهلوی، ایشان در خط دوم نوشتن قضاوت در دورانی که سرزمین ایران یک کشور آزاد و مستقل بوده است به خوانندگان گرامی واگذار می‌کند. من طی دو نامه در 13 جون که کپی آن را برای شما فرستادم نوشتم. من چند وقت پیش مطلبی در این مورد نوشته بودم بر این مبنا که کشور ایران در طی 2000 سال، شاید بیش از 200 سال، توسط ایرانی‌ها اداره نگشت و مغول و سلجوق و ترک و عرب و غیره بر ما حکمرانی کرد. پس این نقشه ها چیست؟ بلافاصله در نامه بعدی نوشته خود را بدین صورت اصلاح کردم. در کتاب خداسالاری آقای لادن در صفحه 129 سطر 20 ایشان نوشتند در تاریخ 2500 ساله فقط 780 سال سلسله های خالص ایرانی بر سرزمین ایران حکومت کردند. با توجه به این نوشته من فقط 80 سال کم نوشتم، در حالی که در برنامه 15 جون در ساعت 1:15 شما نامه را اینطور بازگو نمودید. در طی 2500 ساله 700 یا 800 سال حکومت کردند، لذا
پتیک پیشنهاد میکند این را به 80 سال تبدیل کنید. خواهشمند است این اشتباه لپی را اصلاح فرمایید. متشکرم. لپی خیلی ممنون، ولی خدایش بگم من هنوزم نفهمیدم کجا به کجاست، ولی اون چیزی که هممون میدونیم این سلجوقیان، مغول، قاجار، این هممون که میدونیم اینا ایرانی نبودن، ولی سوالیه اون موقعی که ما میگیم اینا ایرانی نیستن کیا ایرانی بودن؟ من شیرازی ایرانیم که تهرونی که نمیدونه باباش از کجا اومده مسخره میکنه میگه برو با اون لهجه مزخرفه، میگم احمق، فارس، شیراز، وسط، تازه اینا اگه بخواد تیک تیکش هم بکنن این وسط شیراز و اصفهان رو نگه داشتن، دور بریا رو میخوان بدن به این اون، ولی همش از ندونستنه. و امریکایی ها میگن you don't know how much you don't know، شما نمیدونید چقدر نمیدونید. بله voice is good now but I noticed before and you said it may be because of allergy. آهان، خب عزیز برادر فرخ جان، شما اون روز که گفتی صدای من یه جوریه نه صدای برنامه، وقتی اونجوری گفتی من فکر کردم مال آلرژیه، تازه دوستانم کلی چی فرستادن و من الان بهتون یه چی نشون میدم. همین امروز میبینی البته پوس اون آب نبات مال گلو درد انداختم تو این، اون به جای خودش. دلیلش اینه که شما اگه توضیح میدی، امروز من یه چیزی گذاشته بودم راجع به ترامپ، یه نفر اومده بود فوش نوشته بود، بعد گفتم این آقا که دوست ما هست، اوستا فکر کنم، چرا اینجوری نوشته؟ بعد نوشتم منظور ترامپه، دیگه نگفتم منظور ترامپه یا منه. بعد نوشت آقا بله معلومه که منظور من ترامپه، من میدونم منظور ترامپه، اونا که نمیدونن. چقدر ساده است وقتی سوربی مینیست ترامپ شارلاتان میخواد با آخونده صحبت کنه، تو مینیست بله این ترامپ پدر سوخته، تا اون یکی دیگه هم بیاد بگه هم پدر سوخته است هم حرومزاده، هی میگن ها فوش تا دلت بخواد. من اصلا از موقع فیسبوک اومده فرهنگ فوشستانم عالی شده. خب براتون آگهی درباره جینیز هوکا لاونج رو پخش نمی کنم تا خود خانم فری شوبری یا همسر نازنینشون آقای لطفی یه وایس اووری، یه عکسی، یه چیزی بفرستن و ما اونو پخش کنیم. این از این ماجرا. یا بذارید ببینم دیگه چی داریم اینجا روی نوشته ها. اینجا ببخشید کاغذ ها از زیاد، امروز ماشینمو بردم، ماشینی که خریدیم آماده گفته که بیارید یه لوله بنزینش ممکنه سوراخ بشه آتیش بگیری، ما هم از ترسمون زنگ زدیم و رفتیم و خیلی جالبه خانمه پشت تلفنه میگه اگه بوی بنزین تا حالا نفهمیدی و اگه ماشین تا حالا آتیش نگرفته احتمالا شما جزو اونایی هستی که احتیاجم نداری بیای اینجا. میگم خانم نامه شرکت جیپ برای من نوشته، حالا شما میگی نه یه نامه برای من بنویس که نمیخواد بیا. گفت خب بیا. ساعت 8 صبح رفتیم اونجا بعد و وقتی اومدم اینجا این کاغذا رو نگه میداری دیگه، دیدم چه قشنگ همه جای ماشینا رو چک میکنن، چراغ عقب، لاستیک عقب، ترمز اینجوری، اون و البته میدونید که چرا این کارو میکنن، این کارو میکنن که بعد بهت بگه یه چراغت کار نمیکنه، شما بهش میگی درست کن، میگه 45 دلار، 2 دلار چراغ، 43 دلار اجرت. بله خیلی ممنون your voice. بله نه باید بگی که صدای برنامه. در اصل ممنونم. الان چطوره؟ الان خوبه؟ حالا اون روز که شما گفتی و ما هم متوجه نشدیم بنده خدا هر جوری بوده تحمل کردن، ولی الان مجید گفته که خوب شده. من میفهمم این چیه، این سروری که فیسبوک داره مثلا تحمل، حالا مثال میزنیم، تحمل 10 میلیون برنامه زنده داره. آقا بعضی الان تو توالتشون برنامه زنده میذارن. این جادجودی رو نگاه کن، جادجودی میگه I don't give a damn که تو نهار چی میخوری، با کدوم دوستت بیرون میری، این چیه هی فیسبوک. خود منم متاسفانه همین کار میکنم، میرم یه جا یه چیزی میبینم عکس میفرستم میگم اینم قشنگه، یه ماشین تو خیابون میبینم عکس میفرستم میگم این ماشینم قشنگه. یعنی یه چیزایی شده عادت زندگیمون که خودمونم نمیدونیم و نمیتونیم ازشون دست برداریم. من به یه نفر گفتم ساعت 4 برنامه که تموم شد به شما زنگ میزنم، قرار ملاقات داشته باشیم، ولی دلم نمیاد. گفت چی؟
تا بدان جا نمیدونم تو را دوست دارم که به هنگام وداع دلم نمیخواد تو رو به خدا بسپارم. از این مزخرفاتی که ما تو شعر تحویل هم دیگه میدیم، ولی جالب اینه که از شعر که میان بیرون چشم دیگه نه دیگه رو ندادیم. این دوستمون نوشته آیا مسابقه فوتبال رو تماشا میکنی؟ جواب دادم من از همون جوونی هم علاقه نداشتم. خدا بگم آقای نصرت کریمی رو چیکار کنه، از وقتی که اون جوک رو گفت آقا اینا چیه یه مشتی میدون دنبال هم میپرن رو سر هم لگد میزنن به فلان جای هم کفشاشون هم میخ داره. خب این همه توپ فوتبال کنار زمین ریخته بدید به هر کدومشون بره. میگه وقتی ملتی برای دیدن حرکت یک توپ توسط پاها مست میشه، وقتی برای رفتن توپ به داخل گل شیون میکشه، وقتی از نارسی‌های ها در مورد نیازمندی‌های شکایت نمیکنه، ولی وقتی افتخار را در پیروزی یک بازی میبینه، باید به عقل این ملت گریست. منم مثل دوستم 50% باید موافقم 50% مخالفه، یعنی نمیدونم چی بگم. حالا یه برنامه پیش اومده، من راجع به بازی هفته پیش آمریکا هم گفتم که اینجا قوقا بود، رژه بود، نمیدونم. گفتم بابا حداقل بذار اینجوری خوش باشه. شما اینو دلیل کم عقلی میدونی؟ کم عقلی که خوش باشن بهتره یا کم عقلی که اسلحه برمی‌داره میره تو مدرسه بچه‌ها رو می‌کشه؟ من این کم عقلی رو دوست دارم. بذار آقا با فوتبال خوش باشه. بذار اون یکی با کشتی خوش باشه. بذار اون یکی با مسابقه نمیدونم کشتی‌های الکی از گوش هم دیگه رو دندون می‌گیره خوش باشه. زنا هم ماشاءالله از مردا الان جلوتر افتادن. ببینید زنه میاد اون یکی رو بلند میکنه چنان میزنه زمین، بعدم بعد 30 سال دیگه میگه من رفتم کشتی و بعد نمیدونم بچم که اومد ناقص بود. خب تو مثلا اینا که مواد مخدر میخوان روز اینقدر باید قرص بخوری که دردت کم بشه، همین قرص ها اثر گذاشته. صدا امروز اول خوب نبود، الان خوب شد، ولی از تلفن نمیشد تماس گرفت. ممنونم. سعید هم همین مشکل داشته. پس آقای احمدعلی آفرینی میشه گفت هنوزم بهترین دوست منه. دوست اونه که بهت بگه. اینا دشمن نیستن. حالا تو ضرب المثل اینجوریه، میگن دشمن میگه من میخواستم بهت بگم. البته بنده خدا فرخ گفته چیزی که هست، این فرخ هم مثل من چون فارسی بوده بود. فرخ ترکی هم بلده، فارس و ترک و آلمانی هم رفته، حالا هم انگلیسی. دیگه این چهارتا وقتی صحبت میکنه 25% ممکنه بتونه نظرشو برسونه و من متوجه نشدم. هم اشکال از من بوده، هم راستی وقتی یه نفر نمیتونه نظرشو برسونه اشکال از ما هم هست که نتونستیم نظرشو بگیریم، نه؟ گیرنده و فرستنده. خب دوستان عزیز یه چند تا میخوام این خلوت بشه. یک یادآوری. آها، این به درابطه با برنامه مجاهدین بود. ایشون نوشته که شما از مجاهدین همیشه تاریخ روابطشان با سازمان را میپرسید که منظورتون عضویت و اینا، که اغلبشان یک شکل هست، بچه بودن فلان اینا فاز بوده، که میگه از تربیت و طرز خانواده و اینا. خب اون دیگه میشه مشاور، که الان یه نفر که 30 سال تو مجاهدین بوده بیاد اینجا من باید مشاور باشم بشینم اینم دراز بکشه بخوابه ساعت 50 دلار 60 دلارم ساعت 50 دلار 60 دلار ساعت 300 دلارم ازش بگیرم بگم برای من تعریف کن. ولی دوستمون آقای عبدی گفت آقا من 41 سالم بوده، بیکاری بود، بدبختی بعد جنگ و فلان اینا، گفتیم بریم به جا کار. یه نفر گفت آقا بی بریم یک سازمانی من میشناسم مثل ترامپ، فقط شما بیا بریم عراق، ویزا بهمون میدن میریم اروپا کار میکنیم. میگه آقا عراق رفتن همان، 15 سال در این سازمان مخوف زندانی بودن همان، حالا هم که اومدیم بیرون یه پیرمردی هستیم که 20 سال بچه‌مون رو ندیدیم، نوه‌مون رو ندیدیم، بهمون میگن مزدور. این مهر رو براتون بذارم، آقای حمزه پور که بهتون ویزا نداد، این ویزای من به شما. واقعا یه عده از شما رفتین پاسپورتتون رو برای حمزه پور فرستادین؟ یه روز دیگه زنگ میزنم به این حمزه پور ببینم وجود داره، چون بعضیا میگن ببینم مرد هست. آقا ما مردا که گند زدیم، حداقل ببینیم انسان هست، ببینیم زن هست بیاد. یادتونه گفتم این داریوش همایون یه ویدیویی داره که بعد از برنامه براتون پخش میکنم و موضوعش اینه که توش میگه که اینایی که انقلاب کردن هی نگید یه عده گشنه و اینا بودن. بابا یه عده بودن رفتن یه سری کتاب خونده بودن و فکرشون این بود که مثل کمونیستا که دنیا باید یه وقت خراب بشه تا دوباره درست بشه. الان خیلی ها هستن میگن آقا با این ملت باید یه بمب اتم بندازن توی ایران تا درستش کنیم دوباره. درستش کنیم نه. ببخشید میگن تا درست بشه، من نمیدونم کی میخواد درست کنه. هیچ. خلاصه باز برمیگردیم به صحبتای این دوستمون، برمیگردیم به صحبتای نیوجرسی دوست عزیزمون، نه اون علاقه.
که گفت که همه برنامه بعد از فروپاشی دارن. اولا این فروپاشی قرار نیست که فرو بپاشتت، نمیدونیم، ولی همه میخوان. یکیش میگه من نشستم اینجا کنار آب فعلا دارم کارهای دخترش انجام میده برای مدلین، میگه آره اگه شما رفتید و انقلاب کردید بعد بیان به من بگید میخوان شاه باشین یا رئیس جمهور. این دوستمون که مریم رجبی رو برای ملکه بودن چیز کرد، شعریاتونه گنجشگک عشیمشی، کی میگیره، کی میکشه، کی میپزه، کی نمیدونم پاک میکنه، کی میخوره، حکیم باشی. همه ما حکیم باشی هستیم، خودمون خبر نداریم. برو آقا بیگی بزن بکش بیار، حاضر که شد صدای من بزن، من میام میخوام بشم شاه. دقیقا این رادیو مجاهد یک وقتی واقعا خوب مغزها رو میشست، هر کی میشنید فکر میکرد راحت میره عراق و اروپا و صفا. من با خواهر و مادر افرادی صحبت کردم که این بنده خداها رفتن برای کشورشون ایران جنگیدن، عراق اون پدر سوخته صدام اینا رو گرفته، بعد مجاهدین میرفتن تو کمپ اینا صحبت میکردن، تشویقشون کردن که بیان اینجا، برای هر کدوم از اینا یک گونی شکر دادن، یا به کردا یا به صدامیون یک گونی شکر دادن، یه آدم رو گرفتن، یه جوونی رو گرفتن، حالا پدر و مادرشون یکی یکی دارن میمیرن، مریض میشن، اینا مونده. ممنونم از مجید که همراه ما بود، ممنونم از شما دوستان عزیز، از سعید، از احمد، از آقای فرخ و از مهران احتشامزاده. از شما بیشتر ممنونم چون طاقت آوردی، تحمل آوردی که من نظرم رو بگم. نظر من اینه، شما برنامه گذار خوبی هستی، ولی چون تو رشته خودت برنامه اجرا نمی کنی از خط میزنی بیرون. آقا بیا موزیک بذار، بیا ما رو ببر تو دنیای معنویات، بیا ما رو از این همه تو سر هم زدن ببر بیرون. آقا موزیک چی دوست دارین؟ دوست دارم عاشقت بشم. بگو بزن و بخون ما هم عاشقت بشیم. یا علی مدد. به زندان قفس مرغ دلم چون شاد میگردد، مگر روزی که از این بند غم آزاد میگردد. حالا چهار خط شعرتون میخونم، میگن دو بیت چهار مصرع. دلم از این خرابی ها بود خوش، زان که میدانم خرابی چون که از حد بگذرد آباد میگردد. زبیداد قرون آهنگری گمنام و زحمتکش، علمدار علم چون کاوه حداد میگردد. خوشتون اومد؟ این شعر را آقای فرخی یزدی گفته. خب حالا برید این کاوه و علمدار و اینها همش دروغه. آقا وقتی دروغ میدین به خورد مردم میشه همین دیگه. امروز هم دوستمون نمیدونم به کی گوش داده که میگه رجوی تنها کسی بود که انقلابی نبود، رجوی تنها کسی بود که خمینی رو باور نداشت، و رجوی تنها کسی بود که مسلحانه آمد جنگید. این یه قسمت رو شما درست میگید. اونا گفته بودن اسلحه ها رو بیان تحویل بدین و اینا نداده بودن. شما وقت اسلحه برمیدار، بله من تو آزادم اینجا اسلحه داشته باشم، 5 تا 10 تا 30 تا داشته باشم، ولی اگه اسلحه برداشتم رفتم واشنگتن جلو کاخ سفید وایسادم گفتم من منتظر ترامپم تا بیاد اینجا، چوب تو اونچه نابدترت میکنم، بدترم. ببخش. شعر از فرخی یزدی، شاعر آزادی طلب و مشروط خواه. فرخی یزدی کی بوده؟ شاه ما. بخیه زدن به دهنش، دهنش نه این شاه، بابای شاه مسکی. بله خیلی ممنون دوستان، بس دیگه، بنزه کافی دشمن درست کردیم. و اما اونلی این امریکا، این امریکایی که ایراد میگیره. یادتونه چند سال پیش که تو ایران این به اصطلاح شلوغی ها شده بود و تظاهرات مردم که رأی من کو، میگفتیم آقا رأی دادی؟ میگن رأی ندادم. میگن خب پس چی میگی رأی من کو؟ اون روزی که گوش دادی به شهرام و همایون و ای و بی و سی نرفتی رأی بدی، حالا امروز نباید بگی رأی من کو، بذاری اونایی که رأی دادن بگن رأی من کو، بیارن نشونش بدن بگن آقا اینها این رأی تو اینجا اینقدر دیگه رأی دادن. ببخشید حالا احمدی نژاد انتخاب شد. دوستان یادتون میاد تو دوره احمدی نژاد کسی جرأت میکرد اینجوری به ایران حرف بزنه؟ چرا؟ برای که یک آدم بیشعوری اینجا تو کاخ سفید بود به نام جورج بوش، جلوش یک آدم بیشعوری بود اونجا محمود احمدی نژاد. این عربده میکشید میگفت فلان فلان خارمادر، اون میگفت فلان فلان خارمادر تو فلان خالت. ولی حالا ترامپ کسی هنوز بهش جواب نداده تا بفهمه آقا اینجوری نیست، کشور
گرفتن مثل رفتن آتلانتیک سیتی از بانک‌ها وام گرفتن مردم رو بدبخت کردن نیست. چوب تو آسینت میکنن. همین پسر 34 ساله ببین چه کار به سرت آورد. دو هفته است دارن مسخرت میکنن. تبریک میگم به مجاهدین. اگر ترامپ نتونست شما رو ببره ایران و آزادتون کنه، شما تونستین ترامپ رو تبدیل به کالت یا فرقه بکنید. یکی از کورکر یکی از سناتورها یا کانگرسمنها گفت متاسفانه ترامپ وایت هاوس رو داره مثل یک فرقه پیش میبره. تبریک میگم به همه اونایی که طرفدار ترامپ هست. دوستان عزیز، برنامه های من همینه، ولی اینو میخواستم بهتون نشون بدم. اجازه بدید اینو watch border patrol vehicle hits native american. native american میدونید که یعنی ما میگیمشون سرخپوست، غلط هم هست. اونایی که اینجا بودن، صاحبان اصلی این قاره. اوکی؟ حالا ببین، میگه لب مرز یه ماشین پلیس رفته رو اینا و اینا میدونی که بدترین وضع رو دارن، یعنی اینقدر معتاد الکل و اینا هستن. یه مش زمین بهشون دادن، یه مش پولم دادن، گفتن برین بشینین قمار کنین. شما وقتی یه جامعه داری که همش قمار میکنه، این جامعه که سازنده نیست که. این بدبختارم اینجوری سرشونو کردن زیر آب. بله، watch border patrol vehicle. این border patrol میگه ماموران مرزی با ماشین رفتن زدن به اینایی که به اصطلاح مال اینجا هستن. من ندیدم ویدیو هست یا نه، ولی من رو یاد اون موقعی انداخت که در ایران اون پاسدار یا اون پلیس یا ضد شورش هرچی با یه ماشینی رفت روی آدمایی که تظاهرات میکردن. پس نشون میده که آخوندا جایی که بودن، امروز ترامپ و دستگاهش داره همون کارا رو انجام میده. اگر طرفدار ترامپ هستید، خوشحال میشم که مهمون برنامه ما باشین، بیاین صحبت کنید و ببینیم که در مغز شما چی میگذره، چقدر اینفورمیشن اونجا داره تراوش میکنه که شما هنوزم که هنوزه طرفدار ترامپی هستید که خود شیاد، خانواده شیاد و فاسد. و گفتم یکی دیگه از گندکاریاشون هم بالا اومد که سال 2006 تا حالا صحبت از ماه جون بود، دو سال پیش، یعنی حالا قبلا میم اینا دیدار داشتن با راشا. فقط من نمیفهمم این آقای مولر چه اینقدر یواش میره، مثل که اینم شیرازیه نشسته میگه حالا یارم میاد دلدارم میاد. ببینم دیگه چیزی براتون گذاشتم، ساعت 4:13 دقیقه است، ولی واقعا دلم نمیاد برم. اینم یه مرض، یا وقتا این داور بیچاره میگه آقا 4 بار تا حالا خداحافظی کردی، من پشت دوربین وایسادم، هی میخوام خاموش کنم. اینم دوستان براتون این پیام این مردکه مشنگو یه بار دیگه بذارم که 3 روز اومده نگاه کرده، جمعه، شنبه، یه شنبه، بعد میگه آقا شما هر 3 روزش میگید امروز جمعه است. من نمیدونم این کرخر فکر کرده وقتی میاد اینجا من بهش میگم الان مثلا دوشنبه است ساعت 4:13 دقیقه، فردا که میاد بهش میگم سه‌شنبه ساعت 3 صبح. اون وقت اینا تو مهمونی ها بشینین حرفاشون رو گوش بدین. میگه آقا ما داشتیم از ژاپن هم جلوتر میرفتیم، چیزی که از چون خیلی تون میرفتیم، عینک نداشتیم، چشمون رو بسته بودیم، خوردیم به دیوار. اسم این دیوار انقلابه. کی انقلابو درست کرد؟ شاه. کی کمکش کرد؟ فره. چرا؟ شاه رفته بود در تو خیابون این برانور بازی میکرد، مجید قشنگ نوشته بود، نشته بود این شاه اشکالش این بود که خونه خالی زیاد داشته. فره هم در این شد که میبینید. بیاین اینجا صحبت کنید. روز روزگارتون خوش. بازم ممنونم از دوستانی که پیام گذاشتن، چون اینا هم زحمت میکشن برنامه رو میبینن، هم زحمت میکشن پیام میذارن. زحمت بعد از اون اینه که حالا امروز میان ببینن پیامشون رو من پخش کردم، بعد دیگه حالا ماجرا شروع میشه. مرسی، با امید دیدارتون، با امید اینکه روزهای بهتری در انتظار هممون باشه. روز روزگار بر شما خوش. بله، باید با آقای ترامپ بگن پس مردم با فرهنگ و کشگر باستانی پس چی اگر دنبال توافق خوب هستی؟ بله، خیلی صحبت ها هست که باید به ترامپ بگیم. ترامپ اتفاقا گوش میده. مشکل ما بیسه، اون 63 میلیونی که ساده لو هستن، آدم های خوبی هستن. به یه دوستی گفتم آقا ببخشید خانم، گفتم خانم اشکال اینه که شما آدم خوبی هستین و سیاست مدارا رو نمیشناسید. ایشون گفت نه
شما نگران نباش، من سیاستمدارا رو خوبم میشناسم. گفتم امیدوارم شناختتون باز نشه که این بدی ها اینا به شما نفوذ کرده باشه، ولی نفوذ کرده، نشون میده شما حرفای اینا رو قبول کردین. وقتی شما حرفی شارلاتانی رو گوش بدی، شما شریک جرم هستی با اون. همونجوری که تو برنامه قبلی آقای مالک بیت مشعل میگه وقتی من میومدم حرف مجاهدین رو تایید و مهر تاکید بهش میزدم، 4 تا جوان میپیوست، من مسئولم. آقای ایرج مصداقی، شما که امروز میشینی حالا شدی لیدر جدید ما، شما مسئولی، شما سخنگوی سازمان مجاهدین بودی، شما تبلیغ میکردی براشون. اگه قرار باشه دادگاهی برقرار بشه، شما بلندگوی اون چی میگن پروپاگاندای اونا هستی. مرسی، تو رو به خدا صدا رو درست کنی. چشم، خداحافظ شما. درست شد؟ دست من نیست صدا، صدا دست فیسبوکه. شاید این برنامه رو ببندم، برنامه‌ای که با تلفن میذاشتم که اون از سیستم تلفن بره. چهارشنبه از این که به من گفتید ممنون، متشکرم. روز روزگارتون خوش.